دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه 15 ماه آگست سال 2016 میلادی و برابر است با 25 مرداد 1395. هوا در واشنگتن بسیار گرم، در یکی دو جای آمریکا مشکلات سیل و این چیزها هست و امیدوارم که شما هر جا هستید مشکلی نداشته باشید و با خیال راحت نشسته باشید برنامه رو نگاه کنید. بذارید اول برنامه تشکر کنم از اون دوستی که سالهای سال در رادیو تلویزیون ایران کار کردن ولی الان به دلایلی نمیخوان اسمشون گفته شه تا اینکه سر یه موقع مناسب خودشون بیان، حالا یا از طریق حضوری یا از طریق ویدیو با شما صحبت کنن، ولی ایشون لطف میکنن نوارهای آدیوی رو ارسال میکنن و اون روز جمعه من حواسم نبود که ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو هستم. وقتی ایشون لطف کردن و پیام فرستادن من به ایشون گفتم که جمعه پخش میکنم، بعدا براشون نوشتم که عذر میخوام و این رو دوشنبه پخش میکنم. ایشون هم با بزرگواری مخصوص خودشون که من واقعا از ایشون دارم یاد میگیرم، این به اصطلاح تحمل، صبر، همون ضرب المثلی که میگه با دشمنان مدارا، با دوستان یادم رفته، ولی منظورش اینه که آقا حتی با دوستان خدایا این مغز ما چی میشه آخرش، در هر صورت خودتون میدونید. از این دوستم دارم یاد میگیرم، میبینم که وقتی با یک کسی صحبتی میکنه انتقاد میکنه اون طرف ناراحت میشه، ایشون خیلی قشنگ میگه که مهم نیست خب این اینجوریه فکرش و اینها، ولی این دوستمون هم باید این روش رو پیش بگیره و بماند. در هر صورت ما اگه بتونیم از همدیگه چیزای خوب رو یاد بگیریم و چیزای بدمون رو کم کنیم خیلی خوب میشه. من به نوبه خودم از دوستانی که در این راه من رو کمک کردن ممنون و متشکرم. حالا اجازه بدید که من پیام این دوستمون رو پخش کنم و در این مدت تصویر من اینجا نباشه. راستی اصلا میخواستم برنامه نذارم امروز چون این دوستان ISP اینترنت سرویس پرووایدر ما آمده بودن اینجا ورایزون و داشتن مودم رو عوض میکردن و چیزای جدیدی گذاشتن و اینها، خلاصه گفتیم ای داد بیداد امروز ممکنه برنامه نذاریم یا فقط با صدا در حضور دوستان باشیم. شانس آوردیم ساعت 1:05 از اینجا رفتن، منم که از بس رفت بودم با اینا بیرون و پایین تو بیسمنت و اینها گرمم شده بود، دوباره جمپیدم پریدم توی حمام و دوشی گرفتم و در خدمت شما هستم. بیش از این اوقات شما رو به اصطلاح از تلف نکنم و شما رو منتظر نذارم، با هم بریم صحبتهای این دوستمون رو بشنویم و امیدوار باشیم که یه چیزی یاد بگیریم. اگر شما هم انتقادی دارید از صحبتهای این دوست ما، شما هم میتونید تماس بگیرید، پیام تلفنی بذارید، پیام شما رو برای ایشون پخش میکنین یا ایمیل ارسال کنین یا روی فیسبوک بنویسید برای ایشون میفرستم و باز هم امیدوارم که به زودی زود ایشون رو در تلویزیون مردم داشته باشیم. و اما اجازه بدین من این تصویر رو اینجا بذارم که نشون دهنده این هست که پیام شما در تلویزیون مردم پخش میشود. بفرمایید. سلام و درود بر شما بینندگان این تلویزیون، به ویژه آنان که خواهان فراگیری هستند و از دنیای تعصب و یک دندگی دوری می جویند. درود بر آقای سربی که با تنوع برنامه و باز کردن این صفحه برای اظهار نظرهای مختلف این زمینه را فراهم ساختند. سخن امروز درباره نقد و انتقاد خواهد بود. این دو کلمه عربی هستند. شگفت آخ کلمه برابر آن در فرهنگ فارسی جز عبارت خردگیری نیافتم. شاید نبودن این کلمه در فارسی تصویری از فرهنگ ما را در ذهنها نقاشی کند که هرگز انتقاد در مغز ما نرفته و معنیش را درک و قبولش هم نمی کنیم. علت این که درباره انتقاد می سخنم رشته تحصیلی این بنده خداست. در رشته هندسه معماری
مهمترین درس همانا طرح ساختمان است. درس های دیگر جنبه فنی و پرورش مغز جهت رسیدن به این اصل را دارند. این طرح ریزی و نقشه تهیه کردن مسئله نیست که آموزش داده شود، بلکه ابتکاری بر اساس تجربه و با انتقاد از طرح آموزش داده می شود. سیستم تدریس در دانشکده های هنری دیگر مانند نقاشی و مجسمه سازی نیز به همین منوال است. درس به این ترتیب است که موضوعی برای طرح بر زمین و جای خصوصی به عنوان پروژه مشق و آموزش مطرح می شود. دانشجو پس از بررسی های لازم و تهیه برنامه کار آغاز به نقشه کشی می کند. معمولا بیش از یک استاد به تنهایی و یا گروهی بر این طرح نظارت می کند. استادان با بررسی طرح دانشجو و انجام پرسش های ضروری از آن انتقاد می کند. انتقادها احیانا ضد و نقیض یک دیگر هستند. دانشجو طرح را تغییر می دهد و شاید آن را دور انداخته و طرح دیگری را از نو شروع کند که بر اساس انتقادهای استادان پایه‌گذاری و بهتر شده است. این انتقاد و تغییر طرح تا قبل از تقدیم آن به شکل پایانی همینطور ادامه دارد. در آغاز دانشجویی بسیار از انتقاد استادان ناراحت می شدیم، چون اولین نقشه طرح شده را بهترین می پنداشتیم. این عکس العمل روان دانشجو از همان فرهنگ عمومی و نفرت از انتقاد سرچشمه می گرفت. با سپری شدن روزها و ماهها تغییر در مغزمان ایجاد شد و منتظر انتقاد استادان جهت بهبود و بهتر نمودن طرح می شدیم. با گذشت زمان از کمبود و بدیهای طرح‌های تهیه شده در گذشته شخصا انتقاد می‌کنیم و مطمئن هستیم اگر امروز همان پروژه را دوباره طرح کنیم بسیار بهتر و کلاً با شکل و طرز دیگری خواهد بود. در این ضمن یاد می‌گیریم که در کجا و از چه تخصص و تجربه دیگران به چه صورتی استفاده کنیم. پس از سپری کردن این تجربه تحصیلی دریافتم که انتقاد اولین گام در تغییر و پیشرفت است. پیشرفت و تغییر مسئله‌ای که انسان تنها آفریده برخوردار از آن می باشد. انسان می باید پیشرفت کند و با انتقاد مداوم از وضع و آنچه در دست دارد اولین گام تغییرش را به سوی پیشرفت بر می دارد. اگر مغز بشر قادر به درک کمبودهایش مانند بخیلی، نفهمی، کودنی، حماقت، عصبانیت، تعصب، نادانی، ستم و استبداد و خیلی از امور دیگر می بود، شاید هرگز نیازی به انتقاد نبود و این کلمه در فرهنگ انسان پیدا نمی شد. در فرهنگ مشرق زمین انتقاد به مسئله متنفرآمیز مبدل شده. شاید کلمه شاید رو تکرار میکنم، شاید یکی از عللش دین اسلام باشد که گناهان را نبخشوده و ممکن است پس از قربانی کردن یک موجود و یا دست و انگشت بریدن و یا شکنجه شدن آموزش و بخشودن تحقق بخشد، در حالی که در دین بودایی و مسیحی با دلگشایی در کنار موبد و کشیش گناهان بخشوده شده و شخص آرام گشته و به زندگیش ادامه می دهد. آنان که در غربستان هستند حتما تجربه کردند که چگونه عموم مردم به سرعت پوزش می خواهند و دو طرف آن را قبول کرده و غالبا مسئله پس از آن خاتمه می یابد. نمونهش هم دراز کردن دست دوستی و دست دادن نمایندگان انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. تا یکی پیروز شد دومی هم پیمانش می شود. این رفتار پوزش‌خواهی از طرف ما دشوارتر و شاید غیر ممکن باشد. اجازه دهید در اینجا توقف کرده و به منظور درک عمق نادانی انسان و پایبند بودنش به معیارهای ارث برده داستانی واقعی برایتان نقل کنم تا با این واقعه دردآور شما موضوع این برنامه را هرگز فراموش نکنید.
در میان دهه هفتم قرن پیش در شهر الثوره در شرق بغداد که اکنون به نام مدینه الصدر معروف است و اغلب ساکنین آن از یک طبقه کشاورز مهاجرت کرده از دهستان هستند، پسر بچه ای سنگی را با تیر کمان رها کرد که به یک چشم گاو همسایه خورد و آن را کورد. صاحب گاو دنبال بچه دوید و به خدا سوگند خورد که سرش را ببرد، عبارت تهدیدی که در آنجا همیشه بر سر زبان هاست. پدر پسر قبول کرد که توان داده و گاو را از صاحبش بخرد. صاحب گاو قبول کرد، اما سوگند خوردنش در سر بریدن پسر بچه را میبایست انجام میداد تا در برابر خداوند دروغگو و عهد شکن نباشد. تمام اهل محل جمع شدند و قرار شد که صاحب گاو چاقو را بر گردن پسر بچه بکشد و سر بریدنش را نمایش دهد که سوگندش درست از آب درآید و به علت عدم اجرای وعده و سوگند به نام خدا به جهنم نرود. پدر پسر قبل از انجام این نمایش پیشگیری کرد و با یک هفت‌تیر در جیب در صحنه تئاتر خیابان این نمایش حاضر شد. صاحب گاو به جای نمایش دادن و با چاقویی که بنا بود فقط برگردن پسر بکشد، در برابر همه اهل محل سر پسر را برید و از تن جدا کرد. پدر پسر فوراً هفت‌تیر را کشید و صاحب گاو و سرش را در جا کشت. تصور کنید، شما تصمیم بگیرید بروید و به این مغزها با انتقاد یاد دهید که باید رفتارشان را با تغییر اندیشه مغز انجام دهند تا آدم شوند. آیا فکر می کنید اصلا به حرف شما گوش خواهند داد؟ این حادثه یک مثال مخصوص به فرهنگ و جای خودش را دارد، اما ما هم ندانسته همواره بر اشتباه‌هایمان اصرار کرده و با غوطه‌ور بودن در فرهنگ به ارث برده‌مان حماقت‌های بسیار و تکراری انجام می‌دهیم. انتقاد از طرح دانشجو یا هنرمند به جهت بهتر کردن طرح یا مجسمه و نقاشی انتقاد مثبت است که هدف از انتقاد را به خوبی برمی آورد، اما در برابرش انتقاد منفی هم هست که اغلب در وسایل تبلیغات و توسط انسان‌های نادان و ضعیف و بیدانش صورت می‌گیرد و بی‌خردان را فریب می‌دهد. انتقاد منفی هدفش بهبود بخشیدن و یا بهتر کردن نیست، بلکه می‌خواهد برای شخص انتقاد کننده مقامی را که شایانش نیست کسب کند، آن هم نه با بالا کشیدن و بالا بردن خیش، بلکه با پایین آوردن مخاطب. نمونه اش را همواره در بحث ها میشنویم. یک مثال، وقتی که از گفتار و رأی شخصی انتقاد میکنید، آن شخص به جای پاسخ به آن انتقاد فوراً موضوع مورد بحث را فراموش کرده و به شخص انتقاد کننده میپردازد که تو مادرت فلان کاره و یا پدرت از فلان جاست یا قدت بلنده و رنگ چهرت اینطوریه. این انتقاد کنندگان سواد، فرهنگ و دانش کافی ندارند که انتقاد علمی و منطقی طرح کنند و به اصل موضوع بپردازند. بدین جهت برای امتیازگیری کنار رلی پیش گرفته و شخص انتقاد کننده را مورد حمله قرار می‌دهند. در این میان شنوندگان، بینندگان و کسانی که در همان سطح پایین قرار دارند از این پاسخ لذت میبرند و در خیال خود تصور میکنند که آن شخص انتقاد کننده توسط مخاطبش ذلیل گشته و با قدرت فوق العاده در جای خود نشانده شده است. این نفهم کردن عموم همیشه و هر روز مورد استفاده میباشد تا عموم را گلوار به دنبال یک ایده مخصوص بفرستند و مورد سوء استفاده قرار دهند. بدین جهت است که روشن فکران مورد تنفر مستبدان هستند. این واقعیت مغزی را در کتاب هیتلر با آقای خمینی و تمام رهبران تاریخ می‌خوانید. آنان عقیده دارند سخن با روشن فکران که غرب زده خوانده شده اند وقت ضایع کردن است. آنان را با تهمت‌های مختلف می‌خوانند بدون اینکه به اندیشه‌ها و یا پیشنهادهایشان بپردازند.
از نظر منفی بافان بهتر همانا که عموم ساده دلان را تحریک کرده و به خیابان بریزند و از شور آنان هدفشان را برآورده سازند. همکنون شاهد هستیم آنان که در محفل کاندیدهای ریاست جمهوری آمریکا جمع می شوند، بعد از هر جمله کاندید هورا کشیده و کف می زنند، قبل از درک و بدون فهم معنی و یا پژوهش درباره هدف گوینده موافقتشان را اعلام می کنند. در برنامه های این تلویزیون مردم انتقاد از دو طرف، یعنی بینندگان تلویزیون مردم و آقای سربی، خوانده و شنیده می شود. یکی از این انتقادها که مرا به خنده واداشت اظهار نظر خانم بینندهی بود که از دیدن موهای دست آقای سربی شکایت می کرد، بدون اینکه شرح دهد که دیدن این موها چه تأثیر و یا تغییری در تشخیص و درک و یا صحت و سقم مطالب گفته شده دارد. اغلب انتقاد کنندگان با دودانگی و تضاد در مغز در یک وقت دو نقطه مخالف یکدیگر را در انتقادشان مطرح می کنند، بدون اینکه قدرت مغزی داشته باشند و این تضاد مغزی خیش را که قبلا شرحش را داده هم درک کنند. درک مغز و آشنایی به قدرت خیش بالاترین سطح معرفت و دانش برای هر فرد است، یعنی هر فرد بداند و بدانیم که نمیدانیم، بدانیم که برای دانستن باید در پی دانش و پژوهش برویم، درک کنیم آنچه میدانیم ممکن است تغییر یافته و به درد امروز و الان نخورد، تغییر و پیشرفتی که امروز در هر ثانیه اتفاق میافتد. همینطور که ما نمیدانیم چطور یک خر را پالان گذاریم و آن سواری بکشیم و چراغ نفتی را روشن کنیم و یا زنان گندم را آرد و خمیر کرده و نان بپزد و از پدرانمان فاصله گرفته ایم، به همین طرز از ایده های دست و پا گیر گذشتگان و مرامهایشان دور شده و به فکر بهندیشگی و به زندگی باشیم، اطلاعات همیشه محدود خیش را پایه و اساس رأی و صدور حکم قرار ندهیم. پیشرفت انسان هرگز با پایبند بودن به اصول گذشته نمیتواند برآورده شود. فاصله گیری غرب از شرق هنگامی به وقوع پیوست که گذشته را به موزه ها و کتابخانه ها بردند. به علت توخالی بودن همواره از نیاکان و بزرگ نمایان ساختن کارهایشان در این خاری و سستی خود پوشش میگذاریم. به دنیای غرب رفته و در آنجا زندگی میکنیم و از عادتها و مرامهایی که به علتشان گریسته ایم و موجب مهاجرتمان شده دست بر نداشته و به آن پایبند هستیم. هر وقت هم که به میهن بازگشتیم با تضادی که در مغز داریم و خانه و فامیل و آشنایان خودی پوز افاده می دهیم که در خارج زندگی می کنیم و آن ساده دلان را به رشک می آوریم، در حالی که هیچ چیزی در ما عوض نشده و فقط جایی که نشخوار و هضم شده اش را خالی می کنیم تغییر یافته. قدرت درک و خارج شدن از پوست فرهنگ دست و پاگیر من را نداریم و این ضعف و تضادهای فکری خود را تشخیص نمی دهیم. آدم شدن با خویشتن‌شناسی و دوری از تعصب و تغییر اندیشه ها با اولین گامش که همانا انتقاد است فقط ممکن می باشد. بیایید انتقاد مثبت را بپذیریم. بعد از شنیدن هر انتقاد با انصاف هدف انتقاد کننده را تحلیل و بررسی کنیم. برای رفتار خویش منطق تراشی و بهانه های بی اساس و حق به جانب داشتن را نتراشی. در برابر انتقادهای منفی خاموش شده و برای بهبود مغز انتقاد کننده نیایش کنیم. در پایان اجازه دهید ثبت کنم که سخنان این بنده خدا هرگز از چارچوب انتقاد خارج نیست. منتظر شنیدن و خواندن انتقادهایتان هستم و حتما از شما چیزها و بسیار فرا خواهم گرفت و دانش خواهم افزود.
کردم که سخنان آقای سربی طلای 24 عیار است و کمی سرب و خرده معدنهای دیگر در آن نیست. هیچ چیزی سفید و سیاه نمی باشد و ما همه کمبود مغزی و فکری داریم و خواهیم داشت که با همکاری با یکدیگر این کمبودها را می توانیم از میان ببریم. شاد باشید. بسیار ممنون از شما و همونجوری که شما گفتید امیدوارم که انتقاد پذیر باشیم و دنبال بهانه نگردیم. اگه منطقی داشته باشیم در پاسخ انتقاد بگیم به نظر من بد نیست، ولی عذر و بهانه بی خود نیاریم. ممنونم. درباره انتقاد پذیری، حالا اگه ما پذیرفتیم انتقاد این دوست بینندمون رو، باید چیکار کنیم؟ بریم موهامون رو بتراشیم؟ من بارها گفتم من بین ایرانی ها اتفاقا خیلی کم مو هستم و از قدیم هم اینجوری بود. حتی تو ارتش بچه های دوستانی داشتن که باور کنید شب ریشش رو میتراشید که برای صبح آماده باشه. بنده خدا صبح یقش رو میگرفت، اون استوار یا سرگروبان میگفت که ریشت بلنده و میگفت بابا من دیشب وقت خواستم بخوابم ریشم رو زدم. این هم یکی از همون چیزهایی بود که وظیفه ها رو از ارتش ایران فراری میداد، با وجودی که توی دفتر خودشون توی کتاب خودشون نوشته بود اگر ریش کوتاه و تمیز داشته باشید هیچ اشکالی نداره. در صورت مشکل بوده. چون حالا رفتیم در رژیم پادشاهی، اجازه بدید یه دوستی رو که پیام گذاشته پیامش رو بشنویم و باز هم من از این دوستمون ممنونم. اگر قدیما بود شاید وقتی من پیام این دوست رو میشنیدم از کوره در میرفتم و هر چیزی که این دوستمون گفته بود، این بانوی اصفهانی، من 10 برابر بارش میکردم. ولی الان به این فکر افتادم که بعد از اینکه این پیام رو میشنویم ببینیم اشکال این پیامش چیه و با ایشون تماس بگیریم. امیدوار باشیم باشن، یک گفتگوی دوستانه داشته باشیم، مثل دوتا ایرانی، مثل دوتا هموطن، مثل دو نفر که به قول این دوستمون حالا که اومدیم بیرون اقلا یه چیزی یاد گرفته باشیم. اول پیام این دوستمون رو بشنویم با این لهجه زیبای اصفهانی. حیف نیست که حرف بد میزنی. بفرمایید. آقا شبتون بخیر. آقا دلم میخواد بین آقا سر من چی طور شده شما دای زیادتر از مادر شدین، حالا اون تا رو یادتون نبود، حالا اومدین از رضا پهلوی دارین انتقاد میکنین، در حرفای بی خود میزنین، چیزای که لایق خودت داری میزنین به پادشاه ما. از این غلط ها نکن، ببخشید. اول فوشش رو میده بعد میگه ببخشی. اصلا دوست عزیز معلوم نیست شما راجع به کی دارید صحبت میکنید، چه برنامه ای. بعد یادتون باشه آقای رضا پهلوی پادشاه نیست. اگر تازه شما میخواین هنوز توی 40 سال پیش باقی بمونید، توی 38 سال پیش، ایشون ولیعهد حکومتی هست که حکومت منقرض شده، پادشاهی از بین رفته. ولی بذارید یه تماس بگیریم با ایشون و باهاشون صحبت کنیم ببینیم که چی میگن. اگر بتونم این شماره رو بگیرم من. بله، 1604 دیگه دنبالش رو نمیگم. ببینیم هستن ایشون. آها، باید این دکمه رو بزنم. الو. سلام خانم اصفهانی. الو. سلام خانم اصفهانی عزیز. الو. الو سلام، من سربی هستم از آمریکا. صدای منو میشنوید شما؟ بله بله. سلام میکنم خدمتتون. من شیرازی هستم، اصفهانی هارم خیلی دوست دارم. شما پیام گذاشتید، زنگ زدم ازتون تشکر کنم. خیلی ممنون. ولی حقیقت متوجه نشدم شما درباره کدوم آقا صحبت میکنید که ایشون دایه دلسوز. آقا عوض میخوام، من چقدر خوب شد که شما زنگ زدین. لااقل من که نمیتونم پیامامو برسونم، لااقل حالا به شما
عرض کنم واقعا اینایی که از این رژیم از هر گونه طرفداری میکنن تمام دستشون، نفسشون، فکرشون همه به این خون این جوونا، به شهید و زنای خیابونی، بچه ها و انواع اقسام ظلمایی که تو ایران از اینا شریکن. یکی این که آقا ما دیگه چقدر میخواییم بکشیم؟ الان شاهزاده رضا پهلوی که حالا داره الان چند سال زحمت میکشه، نه پولی تو دستش است، نه مالی برده، نه دزدی پدرش کرده، نه هیچی تو دستش نیست، الان داره میاد تلاش میکنه، چرا این خیانت کارا میاد؟ آخه آقای من، پسر من، شما به اینا بفرمان موضوع داخلی هر کسی به شما چه من کتست بیان پشت ویترامون بگیم. ممنونم از شما. حالا اجازه میدید که با هم گفت و شنود داشته باشیم؟ بله بفرمایید. من خوشبختم از اینکه تونستم تماس بگیریم و تونستم با شما. من چند دفعه زنگ زدم یه خانومی همین دیگه دوست گفتم خانوم نمیتونم، من دلم میخواد بگم نمیتونم، شما کمکم کنین تا من پیاممو بدم. هر کسی باید آقا تو این کشور هر کسی سخت میداره. ما آخه هممون یه عده که همینطوری در به در شدن، اونایم که تو وطنم که نفس نمیتونم بکشن. الان شما ببینین این دانشمندا چه جوری کشتن، اون کار کبیاش شما شده، حالا اینا که اوناشونا که معتاد کردن، اوناشونا که نمیتونم فروختن تا دختر و نوجب اونا و نو پسرا را، اینا را که صادر کردن، اینا دیگه چی برای کشور ما گذاشتن؟ شما بفرمان که ما دلمون خوش باشه که دارن ازش از اون پتی ورا اون خانوما اونا که تو آمریکا دا اینا دارن از این رژیم طرفداری میکنن. چش اجازه بدید که سر یه موضوع صحبت کنیم تا بحث یکم پیش بره. بله بفرمایید. بازم عذر میخوام آقا، عذر میخوام من چون موقعیت دستم اومده میخوام همه حرفمو بزنم، عذر میخوام، ببخشید. بفرمایید. اولا شما در تلویزیون مردم هر وقت که زنگ بزنید، پیام بذارید، ما هم بله. پیامتون رو پخش میکنیم، هم باهاتون تماس میگیریم و ما سعی میکنیم که اینجا یه محلی باشه برای گفت و شنود که صدا خواهش میکنم. حالا چند تا سوال دارم. اولا ماجرای این که هر کسی انتقاد کنه از اون رژیم با این رژیم هست، به نظر شما این کار درستیه؟ نه، کاری از اون رژیم نه، کاری درستی است انتقاد کنه، بدگویی بکنه. بسیار ممنون، اجازه بدید. حالا ولی نه که از رژیم گذشته، از رژیم گذشته ما با منو میتونن آقا که الان اینجا من همین مدتم که تو ایران بودم به اندازه خودم تلاش میکردم، یک رایم ندادن، عزت برم مخالف بودم، وقتی هم اینا ریختن تو خونه ما تیر اندازی کردن و ما را اسیر کردن و چامات اکسی ولی عهد شاب و فرح همه به در دیوار ما بود و من اذیت شدم. من خودم خونواده من که حالا اونجا دیگه تو ایرانم، بفرمان عرض میخوام. خواهش میکنم. اصلا مسئله نیست، من میدونم چون صدای شما به اصطلاح در گلو مونده بوده، حالا این فرصت پیدا شده صحبت کنید، من خوشحالم. بازم با شما صحبت خواهم کرد، فقط من از شما که به نظر میرسه طرفدار پادشاه هستید یه سوالی میکنم که به نظر شما که 57 سال دو پادشاه پهلوی در ایران خدمت کردن، چه دلیلی باعث شد که آخوندها بتونن بیان و به اصطلاح حکومت رو در دست بگیرن؟ چه اشکالی بود در اون سیستم؟ اومدین سر حساب رو ببینی. خمینی از هزار و من همین قدش رو میتونم، از 1341 که اون وضع تو تهران رو انداخت، از اون وقت ببینین اگر که الان شما چند سال بخند تلاش کنیم به نقره به یه جا میرسیم. این از 1341 آقا من خودم با خانواده ها یه آخوند رفت آمد میکردم، کتاباشا میبردن تو خونه، کف خونشون رو میکندن، خاک میکردن و بعد بعضی هاشا پخش میکردن. من حاضرم همون خونه رو بهتونشون بدم، همون اسما رو ببرم. نه ما شما رو قبول دارید، همون الان همه کار این حکومت هم قبول دارم. من حرف شما برام مدرکه. آیا
ببینید خیلی ها هستن میگن هیچ کس خمینی رو نمیشناخت، یه شبه اومد انقلاب از دست دیگران دزدید و اینها. خیلی خوشحالم که این چیزی بله 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 به خاطری که مثلی من میشناختم، ولی مثلا بچهای من نمیشناختن، منم خمینی رو نمیشناختم. بله. اونایی که میشناختند و کتاباشا میبردند و جزئاشا میبردند و پخش میکردن باشون تماس داشتم، میدونستم ولی خودشو نمیدونستم، نمیدونستم که اینا دارن یه ازیا خوندی دارن کتاب پخش میکنن، ازیا خوندی دارن حرف میزنن، ازیا خوندی، ولی که نمیدونستم آخوند چیه. ولی آقا میدونین شوهر من یه فردی تحصیل کرده و میگفت پدر این ایران به عمرش همچین پدر و پسری به خود ندیده بود و بهترین عمرش این پدر و پسر بوده. ببینین ما وقتی که آقا ساعتی 12 شب یا 10:30 یا 12 شب میریم دم دروازه تهران، سوار اتوبوس میشیم، صبح پیاده میشیم تو فرود تو ترمینال، از ترمینال میریم اون آزادی، نه کسی جبون بودیم، بچه داشتیم، تو پارکا میرفتیم، یکی نمیگفت دهنارش چند، میرفتیم سینما. این آزادی و این بعد داشتیم تو ایران، یه کمک جنسی به ما میدادن، میرفتیم تو فروشگاه اینقدر چیز میخریدیم که بقیهش هم زیاده مومیمه، یه حقوق ناچیز داشتیم ولی اونا به مون میرسید. این همه الان شما ببینید وقتی که اینا برن تازه میفهمید شما چه مصیبتی به سر ایران اومده. شما هنوز پاسخ من رو ندادید. با این همه بله، خوبیایی که تعریف میکنید، به نظر شما چه دلیلی باعث شد که سال 1357 اون اتفاق بیفته؟ فقط خمینی با شاه بد بود. فقط خمینی میخواست حکومت بکنه، میخواستن آخوندا، میخواستن کشور رو بگیره. همین دلیل شاه هیچ بدی، شاه اگه خدا رحمتش کند، خدا شاهدست. نمیدونه من وقتی که این فیلم ها میذارن، ما که نداشتیم این اینترنت ها، نداشتیم این رو، نمیدونستیم چه به سری شهبانمون میاد، چه به سرمون. ببینین اینا یه مش چه حقی دارد آمریکا این پولا را الان با کامیون بده تو ایران؟ میخواست چرا داد به رژیم ایران؟ چرا نباید تو ایران به مردم ایران قسمت کنه که اونا دارن تو آشغال قطران میپیدا میکنن و میخورن؟ من ممنونم از شما. من اگر بار دیگه قرار بشه در ایران زندگی کنم، یا در اصفهان زندگی میکنم یا در شمال، چون وقتی دانشجو بودم توی نجف آباد برای یه دو ماهی اونجا خدمت میکردم، کاخ جوانان اصفهان هم میمدم، هم از اصفهانی ها خوشم میاد، هم از شهر اصفهان. ممنونم که تماشا. منم خیلی از شما تشکر میکنم. آقا ببینین یه آقای 70-80 ساله، آقای شمس آبادی را اینا اون اول برای این که مردم را جوش بیارن، ببینید دیگه چی کار نکردن که کشور را آشارا بد کنن، بردن کشتن. همین دوماده آقای منتظری بگه این همه گشتن دنبال قاتلش پیدا نشد، حالا دوماده منتظری بوده. بعد میگه سینما رکس آبادانا چه، ببینید اصلا اینا چه جنسی دارن که این همه مردم بی گناه را تو سینما رکس آبادانا کشتن برای اینکه مردم ما به جوش بیان کشور رو زود بگید. میخواد چی میخواد شما رو بد کنه؟ شما خودتون میدونین چرا شما که رساله دارین نمیگین به مردم؟ چرا مردم نمیفهمن؟ چرا دارن از این رژیم طرفداری میکنن؟ قرارمون این هست که شما ها هم چون تلویزیون مردم هست، شما هم به عنوان مردم بیاین بگین تا ما هم پخش. آقا من نمیتونم تلفن کنم، نه ثبات ندارم، نمیتونم بگیرم، نمیتونم یه شماره هم که میگیرم همش به شما میگم ماما، نمیدونم چی ماما، آخه میگم آخه اگه تو بگوی ماما، اگه اون بگه ماما، اون بگه ماما، پس چی میخواد بگه اینا رو؟ من که الان 70 خورده مثل میدونم اینا رو باید بگم. بله بله، اصلا شما نگران نباشید، اینجا هر چی دلتون میخواد بگید. امیدوارم روزای بهتری در انتظار شما. امیدوارم که خدا به شما سلامتی بده. من میخواستم به آقای شهرام خدا ایشالا یادیشون کند. الهی الان ببینین این تیتا پارتی که داره تو آمریکا داره پول میگیره، آخه ببینین این کامیون طلا که میره تو گم میشه، این پولا که تو ترکیه گم میشه، فکر میکنین این پولا کجا میره؟ این پولا خرج این رساله ها میشه که اینا بیان طرفداری بکنن.
وقتی کسی وجدان نداره، برات وطنش دلش نمیسوزه، برای بچه‌ها، برای هموطناش، برای گرسنه، برای این طور دلش نمیسوزه، پول میگیره به خودش میفروشه، آبه کشورش خیانت میکنه، دادم چه انتظار داره؟ ببینید این آقای دایی یکشه که اینقدر داره تلاش میکنه، کیتا باتی هم یکیه، اصلا رحم نداره. اون آقای کتی برمیاد میگه که اون گفتن نه قدره نه لب، نه گفتن هم قدره هم لب، نه جانم فدایی رو یه مردی که یعنی میگه نه آخوندم و دارم طرف داره دروغ برد میگه. بله اجازه بدیم من اینو به شما بگم، آقای کدیور اولا همشهری من هست و من هم باور دارم که این مالکش سیستم آخونداست. حالا یه سوالی از شما حسن دایی رو اسم بردید، حسن دایی الاسلام شما میدونید با این کارایی که میکنه حقیقتا طرفداری از مجاهدین میکنه و مجاهدین یه جوری دورش دنبالش هستن، شما نظرت راجع به مجاهدین چی هست؟ من مجاهدین اصلا قبول ندارم. آقا مجاهدین همه زبون ما تو محلمون 3-4 تا زبون داشتیم که خدا میدوند اینا چه خانواده بوده. آقای دکتر طاهریون، اگر که شما تو اصفهان، آقای دکتر شفایی، اینا را آقا این مجاهدی این رضوی ریشه کنده به وادی فنا داد، بدبختشون کرد، همهشون رو کش اصلا اینا. ولی آقای دایی حالا میگه من طرفدار مجاهدی نیستم، اما همین که دارد افشاگری میکنه، همین که دارد زحمت میکشه، همین که دارد میره پیدا میکنه و مسائل رو میاد پشت دارد مردم آگاهی میده، اینا خودش چقدر ارزش داره؟ اگه آقای دایی گناهکار بود چی تا پارتی اون بر شکایتی که کرد محکومش میکردن دیگه. من ممنونم از شما، باز هم در برنامه آینده امیدوارم صدای شما رو داشته باشیم. خیلی ممنون. آقا الان این صدای من پخش نشد لطفا. آیا حد پخش شد؟ پخش شد دیگه، اب نداره خانم، ما قربانی شد. بله خدا نگهدار. بله نه من که دیگه آقا اسم گذاشته صد داده خورده دیگه هر طور میخواد بشه، ولی من میخوام دلم برم هم وطن ها میسوزد، نمیتونه من وقتی که این اعدام ها را این زندان ها را اینا را میشینم اینجا دوتا آقا دوتا کامپیوتر به سر من انداخته بیرون خورد کرده، اومده دیده من دارم گریه میکنم، میگه داخل تو چی کار میتونی بکنی، خودت مریض میکنی، همه چی علاقا من ادرارم رو بر میکنم به خاطر که اعصابم ناراحته، چقدر دلم میخواد تو پرونده پزشک که من اینجا ببینی چقدر من قرص اعصاب میخورم به خاطر که نمیتونم تحمل کنم. مواظب خودتون باشید تا در برنامه های آینده با هم باشیم، سلام خانواده رو برسونید. ممنونم از خیلی ممنون لطف کردین، من خوشحال شدم که تا تونستم حرفم رو بزنم. خیلی ممنون. به امید دیدم. بله خب دوستان عزیز اینه دیگه، همه دل پری دارن و جایی هم برای صحبت کردن ندارن، وقتی زنگ میزنن اینجا ای کاش میگفتن که چه برنامه‌ای، طرف چی گفته، ایشون درباره گفته اون گوینده چه حرفی داره و همینجوری مثل تیر از کمان رها نشید. و ایشون یه چیزی رو درست گفت، این که آقای خمینی از سال 1341 وقتی که اون انقلاب سفید شاه و ملت که من نمیدونم ملت کجا شرکت داشتن، انقلاب سفید شاه بوده که بعدم معلوم شد کپی و نمیدونم گفته های آقای کندی بوده، بدون اینکه جامعه ایرانی رو بشناسن اومدن این کارا رو کردن. اتفاقا من دیروز داشتم برنامه آقای محسن نادری نژاد رو گوش میدادم و برای من خیلی جای تعجب بود که آقای نادری نژاد صحبتایی که میکنه، نمیدونم شاید اون کالیفرنیا و اورگان و اینها روی اینها تاثیر میذاره، مثلا توی یکی از برنامه‌شون میگن که وقتی عروسی دخترشون بوده حتی کارت دعوت هم فرستادن برای آقای رضا پهلوی و رضا پهلوی نیامد. خب من نمیدونم، اولا اینجا معمولا اگر عروسی دختر شماست دختر شما تصمیم میگیره، درسته که بابای عروس خرج میده ولی دعوتنامه ها رو اون میفرسته، چه کسایی بیان تو مهمونیش، حالا درسته باز به عنوان احترام به شما میگه شما دوستات رو دعوت کن، ولی شما وقتی آقای شهرام و آقای رضا پهلوی رو دعوت کنید، اگه اون بنده خودم قبول میکرد میومد تو عروسی دختر شما، میدونید از اون عروسی شما چه چیزی ساخته میشد؟ یه جایی که
همه مجبور بودن مواظب باشن، مأمور باشه، فلان ها. در هر صورت صحبت از آقای نادری نجات شد، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. امروز برنامه ایشون رو که 2 تا 1 ساعت برای من فرستاده بودن، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا و 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، من حتی 2 ساعتش رو پخش میکنم. دلیلش هم اینه که باید پخشش کنم تا بتونم ضبطش کنم در سیستم ما نگهش داریم. روز شنبه تماس گرفتم با آقای محسن نادری نژاد و ایشون گفت سوربی جان من هر چی زنگ میزنم شما پیامت میگی در اسرع وقت ولی زنگ نمیزنی. گفتم خب اسرع وقت من الانه و به زودی، نگفتم که مثلا در چند دقیقه، گفتم اون موقعی که امکان داشته باشه. من سر کار بودم، برنامه داشتم، از مسافرت اومدم. امروز شنبه است، هنوزم سر کارم، ولی یه ربع ساعتی این سیگاریا اومدن بیرون، اونا سیگار میکشن، ما هم تلفن میزنیم به کارامون میرسیم. و به ایشون گفتم که این سیستمی که شما با DVD میفرستی، این یه روش قدیمیه. البته ایشون بلا فاصله، خب همه ایرانی هستیم، آقا من سالهاست با این روش با تلویزیون ها کار میکنم. گفتم میدونم عزیز من، من تو تلویزیون آپادانا هم اون شبی که آمدم اونجا دیدم سیستم اونها رو. یه سری چیزای کهنه از استودیوهای آمریکایی خریده بودن. همین الان خود آقای ستار دلدار اگر برگرده، مثل چند مدت تعطیل کرده، اگه برگرده خندش میگیره از این سیستما. سیستما هر روز عوض میشه و این DVD شما درسته که دیجیتال ویدیو هست، ولی با سیستم برادکستینگ دیجیتال کار نمیکنه. در هر صورت براتون پخش میکنم، خود شما قضاوت کنید. حسنش اینه که ایشون شماره تلفنش رو گفته روی برنامه بذاریم، شما تماس بگیریم. من فعلا دارم از جیب خودم برنامه ایشون رو حمایت میکنم. حتی شما اگه الان برید بزنید چرازنین.com، وبسایت ایشون رو هم من براش درست کردم، گفتم اینم هدیه من. متاسفانه بعضی از دوستان وقتی میان ما کمک میکنیم، براشون وبسایت درست میکنیم، انکودر میذاریم، بعد تا یاد میگیرن میگن خب حالا دیگه ما احتیاج نداریم، میرن دنبال کارشون. و این نمیدونم چجوری ما اینا رو بگیم خب آخه اینم درست نیست. در هر صورت آقای نادری نژاد رو اگه میخواین حمایت کنید، با شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون بعدن میبینید، با خود ایشون مستقیما تماس بگیرید، حمایتشون کنید. بایتون گفتم این روزا تلویزیون داشتن با ماهی $300 میتونید شروع کنید، بعد $450 وقتی بیننده‌هاتون زیاد شد، بعد $600. مثل کنتور برقه، شما زنگ میزنی به اداره برق میگی آقا من میخوام یه به اصطلاح مشترک برق بشم، میگن که چقدر؟ میگی من آقا یه اتاق دارم. بعدن میبینی آقا حالا توی این اتاق گذاشتی، حالا وقتی میری تو اتاقای اونوری دیگه خیلی تاریکه، میگی 2 تا اتاق 3 تا اتاق 4 تا اتاق. بعدن میبینی وقتی که بهت گفتن با مای 30 تومن، حالا مثلا شده مای 100 تومن. اینم تلویزیون رو پخش کردن و اینا اینجوریه. ولی از اون طرف امکانات وسیعی الان هست، یوتیوب مجانی، فیسبوک مجانی، وبسایت های دیگه هست، یوستریم، آیستریم، نمیدونم 100 تا مجانی هست. این سیستمی که ما داریم اگر کسی میخواد آقای خودش باشه، استقلال داشته باشه، نوکر کسی نباشه، باید مای 300 تا $600 فقط هزینه ویدیو استریمینگ بده. حالا شما زنگ بزنید یکیتون بگید که آقا محسن نادری نژاد من این کار رو انجام میدم، مای اینقدر میدم، ویدیو استریمش را بندازید، وبسایتش رو من بهش کادو دادم، الان از ویدیو استریمینگ من داره استفاده میکنه، از سرور ما داره استفاده میکنه. در هر صورت لازم هم نیست این توضیحات رو به شما بدم، چون بارها گفتم تلویزیون مردم یک اتوبوسی هست، یک ماشینی هست، رانندش منم، گواهینامه خوب پرفکت، هیچ وقت نه مست رانندگی کردم، نه خواب بودم، نه تصادف کردم. اتوبوس مجانی، راننده مجانی، راننده خوب، پایه 1 مجانی. شما وقتی سوار میشی، تابستون باشه اینجا جای خنک خوب، زمستون باشه گرم، حالا دیگه نرمش نمیگیم، یه وقتی فکرای بد بکنی گرم سوار میشی، هزینه بنزین رو بدید بی انصافا که سوربی وقتی شما رو رسوند به مقصدتون، جنبشتون پیروز شد، نمیدونم جبهه آزادی خواهتون آزاد شد، هر چی، این سوربی بیچاره داره برمیگرده خونه خسته،
توی راه بنزین تموم نکنه. اگر این خواهش زیادی هست، خب شما چرا با این که خیلی خواهش زیاد میکنه بیا؟ اگر هم مثل این دوستمون باور دارید که ایشون دو سه تا چی گفت که قابل بحثه، باور دارید که رسانه‌های تو آمریکا دارن از پولی که سوار کامیون شده طلا رفته ترکیه برای ماها میفرستن، خب با همون زندگی کنید، با همون فکر پوچ زندگی کنید. یا اگر باور دارید این پولایی که آمریکا میده به ملاها یک مقدارش هم به ما میده، این بماند. ولی اگر قبول دارید که سوربی آمده نوشته بابا جون ساعتی 20 دلار، برنامه زنده ساعتی 50 دلار، یوتیوب بخوای بذاری خودت بذار مجانی، من بخوام بذارم باید اینقدر، نمیدونم بالاترین باید اینقدر، همینجوری این قیمت ها این مکدونالد که لیست نوشته، من افتخار میکنم که بگم مثل مکدونالد، من مثل اون قهوه خونه های چلو کبابی ایران نیستم که به شما بگه خوش آمدید وقتی میخوری جلو دوستان بگی چند، بگی 100 تومن، شما هم رود نشه بگی آقا مگه من دو دست چلو کباب بیشتر خوردم. ما نرخمون رو نوشتیم، به شما اجازه میدیم انتخاب کنید بهترین سرویس. اتفاقا برید روی فیسبوک مردم تیوی، دیروز بعد از اینکه با آقای پریروز بعد از اینکه با آقای چرا زنین محسن نادری نژاد صحبت کردم، یادم افتاد که تلویزیون مردم اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیه. نداریم کسی زودتر از سوربی آمده باشه تلویزیون اینترنتی درست کرده باشه. خود دوستانم از آقای فروزنده گرفته، از آقای پرویز کاردان گرفته، از آقای ستار دلدار گرفته، اینا خودشون میدونن من تو این کار واردم. با همه اینها من به اونا میگم من 5% بلدم، 95%ش رو بلد نیستم و هر روز سعی میکنم یاد بگیرم. خب 2:48 به وقت شرق آمریکاست، 11:48 به وقت غرب آمریکاست. هر جای دنیا هستید زحمت بکشید یا روی مچتون یا کامپیوترتون ساعت رو نگاه کنید، ببینید شما با ما چند ساعت اختلاف دارید، چند ساعت از ما جلوتری، پیرتری، با تجربه ترید مثل انگلستان و اروپا، یا چند ساعت از ما جوانترید مثل کالیفرنیا، مثل هاوایی و الی آخر. این هم از این ماجرا. پیام منوچهر عزیز از بوستون رو شنیدم، پیام های چون دو تا ایشون پیام گذاشته بود. منوچهر جان شما رو همون 703 زنگ بزن، شماره تلفن 202 رو اصلا فراموش کن، روی 703 زنگ بزن که تا 10 دقیقه میشه صحبت کنی. و ضمناً اگه یادتون باشه من این پیام outgoing message 703 رو فقط به خاطر شما که گفتی وقتی زنگ میزنم من متوجه نمیشم مال تلویزیون مردم یا نه، عوض کردم که شما با اون زنگ بزنید. دیگه نخواد یه بار با 202 زنگ بزنید 3 دقیقه، یه بار با اون زنگ بزنید بگید که نمیخوام مزاحم بشم طولانی بشه. در صورت گفته بودید پیامتون رو پخش نکنم، چشم پخش نمیکنم، ولی صحبتایی رو که کرده بودید بگم. اولا من از شما تشکر کرده بودم که 10 دلار فرستادید، شما گفتید که چیز قابلمندی نیست. چرا؟ برای من خیلی قابل هست. اون زحمتی که شما میکشید، نامه مینویسید، تم میچسبونید روش، پستش میکنید. این یک. دوم درباره برنامه داشتن گفته بودید اینجوری که کامپیوتر شما یه مدتی خودتون گفتید 39 روز خراب بوده و اینها، فاصله افتاده، نمیدونم چه کسایی تماس گرفتن ایمیل فرستادن یا نه، دیدید آقای سعیدی هم آمد یکی دو جلسه برنامه گذاشت، حالا یا مسافرت یا میره، بعد میگه ایمیلام کار نمیکنه. بماند برنامه داشتن، برنامه چی میگن هفتگی سر موعد معین، خیلی کار مشکلیه. حقیقتش رو براتون بگم، یک از خودگذشتگی میخواد که آدم مثلا باور کنه، باور کنی دروغ بهتون نمیگم. من بعضی وقتا شده طرف زنگ میزنه میگه سوربی جان ویدیوگرافرمون نیومده، من امروز یک جابی دارم 2 ساعت، اگه بیای 600 دلار بهت میدم. میگن ببخشید نمیتونم بیام. به فلانی زنگ بزن، به جواد زنگ بزن، به ویژن زاهدی زنگ بزن، به آقای جمشید ممتاز زنگ بزن. این اونجاییه که از خود گذشتگی میخواد. حالا قید پول، قید وقت، قید کارهای دیگه، استخ فلان، اینا رو باید بزن. حالا
اگر شما نمیخواین خودتون رو اینجوری متعهد و مقید کنید، میتونید. الان فضایل عزیزان آمده روی فیسبوک ما، ممنونم ازش، امیدوارم درسش به خوبی تموم شده باشه، کارش رو شروع کنه. کار بسیار عاقلانه ای کرد که خودش رو توی جوانی بعد از اون اسارت ملاها و زندان اونها اینجا خودش رو اسیر نکرد، رفت درسش رو خون و به زودی نرس میشه، پرستار میشه، شغلی که همه کس نمیتونن داشته باشن. فقط افرادی که قلبی مثل فرشته ها داشته باشن، حالا فرشته میتونه زن باشه میتونه مرد باشه، اونها میتونن. و من از این بابت از ایشون ممنونم، بهشم تبریک میگم. برگردیم، شما میتونی مثل آقای عزیزان هر از دو ماهی در رابطه با یه موضوعی که میخوای صحبت کنی یه ویدیو ضبط کنی، اونو برای من بفرستی، روی یوتیوب بذاری، روی فیسبوک بذاری و ما هم پخش کنیم. بعد مردم که تماس میگیرن به شما، شما ازشون سوال کنید شما برنامه من رو کجا دیدید. دوستان هم لطف کنه وقتی یکی زنگ میزنه بگه که مثلا من برنامه تو روی فیسبوک دیدم، خیلی فکر خوبیه، یا من برنامه تو تلویزیون مردم دیدم، یا من برنامه تو از یوتیوب نگاه میکنم، که ما بفهمیم کجا بیشتر مردم میبینن اونجا بیشتر خدمت کنیم. این یه چیز معمولیه. این یک، بازم ممنون از اینکه شما خودت رو مقید کردی و ماهیانه $10 کمک میکنید. ای کاش ما 100 نفر مثل شما داشتیم که 100 تا $10 میدادن $1000، که ما این 500-600 دلار ویدیو استریمینگ و نمیدونم اینترنت و فلان اینا رو نخواهیم از جیب بدیم. بازم ممنونم بابت اون 99 تا، هم من از شما ممنونم. این به ما. و اما شما راجع به کتاب صحبت کردی، باعث شد که من امروز چند تا کتابم معرفی کنم. یکی بازنگری در تاریخ قاجاریه و روزگار آنان، نوشته ابو نصر ازد قاجار. و این کتابا رو من گفتم اگر کسی میخواد ممکنه یه جایی $20 $30 هم بتونه بخره، ولی از تلویزیون مردم این رو به عنوان حمایت و کمک اگر $50 بدن ما با خرج پستش هم میدیم، به شرطی که در آمریکا باشن. اگه توی کانادا و انگلستان و اروپا و اینها باشن پول پستش رو به اضافه $50 یا به اضافه $40 باید بدیم. از آلاش تا آفریقا، خسرو معتزد. حالا چرا دارم این کتابا رو نشون میدم؟ که هم تشکر کنم از اون که این کتابا رو برای ما فرستاده و هم به شما بگم شما چجوری میتونید کتاباتون رو بفروشید. تاریخ 18 ساله آذربایجان، بازمانده تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی. منوچهر خان در تماس تلفنیش گفته که شرکت آمریکایی که کار میکنه به خاطر اینکه سیستم عوض میشه، تکنولوژی عوض میشه، یا به خاطر مدیریت بد نتونستن با مارکت به اصطلاح قدم به قدم پیش برن، مجبورن کوچیکش کنن یا ببندنش. به نظر من ایشون چون آدم مرتب و منظمی هست احتمالاً اونها نگهش میدارن، ولی خب ایشون چون باز آدم منظمی هست و مرتبی هست، اون داستانه بود، میگو گنجشک و سوس بود، چی بود، به مورچه و یه خانندهی بود، نمیدونم جیر جیرک، این به فکر فرداش هست، میگه نکنه فردا من رو اینجا میگن به اصطلاح لی‌آوت کنه، یعنی به منم بگن فعلا ما برای شما کار نداریم یا شما قرار داده هستی برو اینها. ایشون میگه من یه سری کتاب دارم، این کتابا رو خوندم، حالا میخوام هم اینا رو بفروشم دوستان دیگه به اصطلاح به این کتابا دسترسی داشته باشن، هم یه پولی داشته باشم که اگر این شرکت من رو هم مثل اونای دیگه اخراج نه به این نمیدونم چی میگن فعلا، میگن وایس کنار تا ببینیم اگه بعد پیش کار باز شد و اینا شما بیا، به اصطلاح اگر این جوری شد نگران نباشن. به نظر من شما میتونید یا عکس از کتابا بگیرید یکی یکی با دوربینتون یا با تلفنتون و اون عکس ها رو بفرستید، من براتون اینجا یه ویدیوی درست میکنم که این کتاب ها قشنگ اینجوری بیاد یکی یکی بره، مثلا این اینجوری بیاد نوشتش. اینها من نمیدونم چرا این کتابه حتما کاغذ روش بوده، توی نقل و انتقال کاغذ از بین رفته، ضمن اینکه نوشتن ولی هم رنگ خودشه و زرکوبش نکردن، ببینید پیدا نیست. معمولا نوشتهای اینجوری رو انگریو و زرکوب میکنن
در هر صورت میتونیم اینجوری نشون بدیم، یا اینکه خود شما قشنگ بشینی من برات یه روزی این سیستم ضبط کردن با انکودر رو توی تلویزیون توی کامپیوترت برات نصب کنم، همونی که گفتم با 3 تا کلیک 1 2 3 شما میشینی روبروی تلویزیون روی کامپیوترت و کتابا رو قشنگ ردیف میاری اینجا که هی نخوای رو زمین یا بگی حالا وایس من میرم، نیم ساعت یه ساعت برنامه میگیرید، میگید که سوربی من هفته ای نیم ساعت میخوام کتابامو نشون بدم، کتابا رو 5 تا 6 تا 10 تا 20 تا 30 تاش رو توی نیم ساعت نشون بدید، بعد هفته آینده 30 تا کتاب دیگه همینجوری تا ببینیم چی میشه. من فروشنده خوبی نبوده و نیستم، باور کنید تو زندگی من هیچ وقت کار فروشندگی انجام ندادم. یه بار اولی که اومدم آمریکا با برادرم و دوست همکلاسیم شریک شدیم ماشین بخریم و بفروشیم، اون موقع بیشتر فهمیدم که آقا من فروشنده نیستم. نمیخوام بگم فروشنده ها باید دروغ بگن، باید کلا سر مردم بذارن، نمیدونم یه چیزی اونا دارن که ما نداریم. اتفاقا همین آقای محسن نادری نجات، خدا بگم چیکارش کنه دیگه، ما این رو به عنوان چرازنین میشناسیم، محسن نادری نجات درباره آقای شهرام همایون صحبت میکنه، به نظر من انتقادایی که کرد با وجودی که خیلی هاش درسته ولی یه جا بی انصافی میکنه ایشون. ایشون میگه که آقای شهرام همایون شما که اومدی نمیدونم یه روزی گفتی من یه دلار میدم نون 3 تا پیتا برد میخرم میخورم، حالا پولدار شدی به ما بگو که باید چیکار کنیم پولدار بشیم. آقا دلش نمیخواد به شما بگه. بعد شما تازه مثال میزنی، میگی تو آمریکا رسمه وقتی یک کسی مثلا خونه خریده و فروخته یا ماشین خریده درست کرده فروخته یا استاک مارکت بورس سهام اینها خریده فروخته پولدار شده، میاد برنامه میذاره به مردم یاد میده یا کتاب چاپ میکنه. آقای محسن نادر نژاد عزیز دلم، اون دلش میخواد این کارو بکنه، اون دیگه وقتی خودش خسته شده از خرید فروش خونه و بورس و اینها، حالا به یه روش دیگه شما با آقای شهرام همایونم 20 سال وقت بده، شاید 20 سال دیگه یه کتابی چاپ کرد، یه ویدیوی درست کرد که چگونه مثلا با ازدواج با خانم همت بدری همدیار یه پولی به دست آورد، چگونه با ازدواج با این دکتر یه پولی به دست آورد، چگونه با فروش این کامپیوتری که 90 دلار تو مارکت ولی میده 499 دلار یه پول در آورد. ولی شما نمیتونی بگی اگه اینو یاد ما ندی شما نمیدونم فلانی. بعد آقای نادری نژاد دوست گرامی، شما هنوز میدونم شما تو رادیو تلویزیون ایران کار کردی، شما هنوز فکرت تو فکر رادیو تلویزیون دولتی ایران هست. عزیز من شما تو آمریکا داری نگاه میکنی یه تلویزیون میاد از صبح تا شب آب چیز نشون میده، قابلمه نشون میده چجوری توش آبگوش درست کنی، این چه وظیفه‌ای داره؟ وظیفه‌ای نداره. یکی دیگهش میاد با خبر به شما نشون دادن و تبلیغ پول میسازه. هیچ کدوم از اینا وظیفه ندارن. چرا شما فکر میکنید رسانه ها وظیفه دارن؟ کی وظیفه یعنی چی؟ یعنی شما یه پولی یکی بهت داده باشه، در قبال این پول ازت بخواد یه کاری رو انجام بدید، این میشه وظیفه. ولی خدمت اینه که شما خودت دوست داشته باشی خدمت کنی، شما دوست داری خدمت کنی، دمت هم گرم، آفرین. نمیتونی به همه بگی بیاین خدمت کنید و الا جاسوسی و الا مزدوری. اگر دوست داشتی، حالا که داریم راه میفتیم تلویزیون چرازنین و اینا، یه روز یه مصاحبه شما بیشتر برنامه‌ات اینجوری بوده خودت تنها نشستی صحبت کردی، یه نفر بهت نیومده بگه آها اشتباه میکنی، بیا یه روزی مهمون من باش، 2 ساعت با هم بشینیم از طریق اسکایپ، شما از اورگان من از اینجا، تا من یکی یکی به شما بگم اشتباه میکنی، این اشتباه این اشتباه این اشتباه. ولی بازم ممنونم و شما ساعت 4 میبینید که آقای محسن نادری اینجا نشسته جلو دوربین زحمت کشید و میگه که سوربی و من با هم صحبت کردیم. اتفاقا قبلا هم قرار بود ایشون بیاد ولی همین مسافرت های ترکیه و کمک به پناهنده ها و اینا
نتونست بیاد. بعدم خودش به شوخی میگه من الان نوه دارم، من 70 سالم و اینها ماشاءالله، ولی از 7 صبح تا 9 و نیم میره جیم صبح، که منم تشویق کردی برم استاد. دوستان لاغر شدم یا نه؟ فعلا 7 پوند کم کردم، هیچ کاری هم نمیکنم، استخ میرم و راه میرم، هر وقت گرمه من میرم استخ، هر وقت هوا خوبه 2 مایل 4 مایل و 10 مایل و نمیدونم المپیک دیده باشم بگم منم میخوام 43 کیلومتر برم و اینها، نه 2 مایل که میشه 3 کیلومتر خورده، راه میرم یه دور میزنم میام اینجا. اولا همین قدی که میخوریم روزانه مصرف کنیم انرژی رو، که از این که هستیم چاقتر نشیم، تازه کمم میشیم، چون متابولیزم بدن فعال میشه. متابولیزم رو باید بگیم چی؟ دستگاه هضم و جذب و چی بگم؟ در هر صورت اینم از خب ببینیم که ساناز خانم هم خوش آمد، آقای عزیزان هم خوش آمد. دوستان لطف کنید زیر این ویدیویی که روی فیسبوکتون میبینید، روی فیسبوک مردم، برای فیسبوک خودتونم شیر کنید. و اما پیام منوچهر رو شنیدیم، درباره کتابهایشم اونجوری که من فکر میکنم گفتم و باهاتونم بی‌تعارف، ضمن این که اون دفعه هم گفتم شما هم لطف کردی برای همون برنامه هم که داشتی پول فرستادی، گفتم که اگر شما میخواین برنامه داشته باشید به شما، چون الان مدت هاست شما حمایت میکنید همین ماهی 10 دلار رو، ما هم باید انسان باشیم. بیچاره سوسن میگفت آخه عشق یکسره باعث دردسره، ما داریم میگی به کوه آواز خوش ده تا خوش آید، من که باید از سنگ احساس و غیرت بیشتری داشته باشم، شما که انقدر خوبی کردی به من، خب حالا من نمیگم به شما ساعتی 20 دلار، ساعتی 10 دلار فیلم بفرستید براتون پخش میکنم، به شما نمیگم ساعت 50 دلار، به شما میگم ساعتی 30 دلار برای برنامه زنده، یعنی دقیقه 50 سنت، چون میدونم شما شعور داری، فهم داری، میدونی که من از طلاهای ایران که رفته ترکیه یا از پولی که آمریکا فرستاده ایران، من اینجا بی‌نصیبم، من میرم کار ویدیو انجام میدم، الحمدلله نیازی به هیچ کس نداشتم، ندارم و امیدوارم نخواهم داشت. اولین روزی که به یک کسی محتاج بشم امیدوارم قضا از آسمون، بلا از هر جای نازل بشه که من ببینم. من از 10 سالگی 11 سالگی تابستونا کار کردم، دوچرخه خودم رو خودم خریدم، بارها هم گفتم پدر ما هم چون کارگر بود و میخواست مردانگی یادمون بده، یه دفعه گفت که این پولی که عیدی گرفتی 10 دلار به من بده، تا اصلا من 10 تومن، تا من به 100 تومن بدم. من گفتم اگه شما میخوای به خاطر پول به من عیدی بدی، من اون پول نمیخوام. کتکم رو خوردم، 10 تومنم هم گرفت پارا کرد و آدم کله خشکی هم هستیم، قد هستیم. در هر صورت اینم از این کاری که من میتونم انجام بدم. اگه شما به نظرت میرسه یه جور دیگه ای میتونید کتابا رو بفروشید، من این کارو کردم و حدود 600 تا 800 دلار از این کتابا تا حالا گرفتم. باید از هوشنگ ترسوی عزیز ممنون باشم که این کتابا رو هی گرفت، 200 دلار 100 دلار پول داد و ممنونم ازش. ممنونم از آقای منتی فاطمی که گفت که من این کتابا رو میخوام ولی توی انگلستان خرج پست زیاد میشه. اونم اگر من یه روزی همت کنم از همه این که 80 تا 90 تا کتابه، از همه اینا عکس بگیرم بذارم و شما به من بگی من این 10 تا کتابو میخوام بابتش اینقدر میدم، خب اون موقع پول پستشم چون یه بسته میشه کمتره. ولی من برای هر یک کتاب بخوام برم 30 دلار بدم، ما دو تا چیز فرستادیم، 4 تا 5 تا کتاب فرستادم برای بهروز تو کانادا، 70 دلار پول پستش شد و این بنده خدا درسته که 150 دلار فرستاده بود، ولی من وقتی 70 دلار دادم با اون وقتی که گذاشتم رفتم اومدم. ولی مهم اینه که چند تا کتاب رسیده به دست کسی که میخواست. ممنون و متشکرم. آقای فرزاد شبستری یه 2 هفته‌ای رفته بود مسافرت یا کار داشته، ویدیوی جولای رو آماده کرده، من امروز ضبط کردم براتون، از امروز میذاریم توی پلیلیست و این برنامه ها به ترتیب پخش میشه. حالا اتفاقا قبل از برنامه من آقای شبستری بود، آقای ارشاد بود و برنامه حالا به این صورته: سربی با مردم و بعدش برنامه چرازنین
شاید دو ساعتش رو پخش کردن، چون ایشون دو تا برنامه فرستاده، شاید هم یک ساعت، بستگی داره که ببینم چقدر خسته میشن. بعد برنامه کانون آوا، بعد برنامه آقای یزدان خداوندلو. و اما آنها که گفتن نه، خیلی جالبه، دو نفر زنگ زدن و گفتن آقای سوربی این فیلمی رو که آقای نیما سروستانی درست کرده که آدم واقعا اشکش در میاد، آدم واقعا غصه میخوره که چرا تو قرن بیستم، قرن بیستم بود 1367، چرا یک جنایتکاری اینجوری جنایت کرده و دیگران ساکت موندن. ولی اسم این فیلمه این هست آنها که گفتن نه، ولی اینایی که نشون دادن و اینها توابهایی هستن که نگفتن نه و حقیقتا گفتن بله، حالا عذاب وجدان داره اذیتشون میکنه. در اصل این فیلم رو من به خرج خودم باز چند روز از جمعه تا حالا نشون دادم، ولی جیب ما مثل جیب آخونده که نیست که، باید شماها کمک کنید. اگه این فیلم 90 دقیقه ای رو دوست دارید که پخش کنید، میدونید که میشه روزی 30 دلار، روزی 30 دلار ولش کن، 10 دلار سوربی میده، شما 20 دلار بده، 20 دلار ول کن، 20 دلار سوربی میده، 10 دلار شما بده تا من پخش کنم. اگه خواستید تماس بگیرید، ترتیب پرداختو بهتون میگیم، اگه نه ما به اندازه خودمون نشون دادیم و سهم خودمون رو ادا کردیم. و اما ماجرای انتخابات در آمریکا خیلی جالبه و اجازه بدین من اینجا اینو خط بزنم. بله، خانم کلینتون هنوز برای ما نامه می‌نویسه که پول بده. من نمیدونم خانم کلینتون، شما که سال 2015 بیش از 10 میلیون دلار درآوردی، سال 2014 بیش از 28 میلیون دلار درآوردی، دخترت که ماشاءالله کار میکنه تو این شرکتی که خودتون درست کردید، شرکت نان پروفیت یعنی غیر انتفاعی که فقط انتفاعش به خودتون میرسه، بابا از جیب خودتون خرج کنید. این حرامزاده ترامپ که آمد گفت که من مثل دیگران پول نمیخوام، اونم به گدایی افتاده. ولی اون چیزی که برای من جالب بود این آخرینی که از طرف خانم ترامپ آمده، اینجا نوشته بود که اولینش نوشته 20 دلار و 16 سنت به من بدید، 50 دلار نه 20 دلار 16 سنت، 25 دلار، 50 دلار، 100 دلار، آدر. آدر یعنی چیز دیگه، اگه میخواین بهش مبلغ دیگه. ببینید دوستان اینجا رو میگم، ببینید من یه دو روز این روی میز کارم بود، میگفتم این چرا گفته 20 دلار 16. یه دفعه روز سوم گفتم آها، این 20 دلار 16 میشه مثل سال 2016 دیگه، 2016. این به این خاطر خواسته قشنگ باشه یا هرچی، بذارید من دستم اینجوری بگیرم. ببینید نوشته 20 دلار و 16، بعدش نوشته 25 فلان اینا، که ما هم چیکار کردیم خانم هیلاری کلینتون. من یه مقداری به آقای سندرز کمک کردم به انتخاباتش و حالا اون فرکله به اصطلاح حزب سبز هم داره اینجا باز میشه، یا اون لیبرتریان، اونها شانسی ندارن و به نظر من هر کسی به اونها رأی بده حقیقتا اون دوتا رو ضعیف کرده و به نظر من به این نتیجه رسیدم رأی ندم. و برید برنامه ویدیوی جورج کارلین رو نگاه کنید، فوت شد چند سال پیش، و ببینید که اون چه منطقی داره. میگه اگر رأی ندی شما میتونی بعدن بگی که آقا این چرا اینجوریه، خانم اون چرا اینجوریه، و الا اونایی که رأی میدن چه به هیلری چه به ترامپ، اونها دیگه نباید حرف بزنن، چون یعنی باید تا حالا تصمیم گرفته باشن، اینها رو شناسایی کرده باشن، بعد رأی بدن. پس رأی که دادی گفتی من این خانم با این اخلاق، با این مرام، با این دوزی‌ها، با این سوء استفاده‌ها مورد تاییدمه، یا این آقا نوارش رو مال دیوید لدرمن برید نگاه کنید، ببینید این احمقی که میگه میخوام دوباره آمریکا رو گریت کنم چی میگه. دیوید لدرمن میگه آقا این کراواتی که تو میفروشی که مال سنگاپوره، پیرن که مال چینه. بعد میگه اوکی، حالا میگه نه اینایی که بردن چیزا رو چین و اینها خیانت کردن، حتی این کلمات رو هم استفاده میکنه. به نظر من اون منطقی هم که ما به آدم بد رأی بدیم که به بدتر رأی ندیم، من به هیچ کدومش رأی نمیدم. من نه به بد رأی میدم نه به بدتر،
که اقلن بگم نماینده من داخل اینها نبوده. اینم از این برنامه فرزاد شبستری رو گفتم که برنامه جدیدشون رو از امروز روی یوتیوب میتونید روی صفحه بایگانی تلویزیون مردم میتونید ببینید، روی یوتیوب خودش، روی فیسبوک خودش میتونید ببینید. ضمناً در پلیلیست ما هم هر روز پخش میشه همونجوری که اون روز تا حالا پخش شده. و در چند روز گذشته یه اشکالاتی بود، گاهی وقتی این انکودر ما خاموش میشد. اینم مثل که من رفته بودم بوستون و برگردم نازش گرفته بود. در هر صورت امروز آمدن مودم جدید گذاشتن که سرعت 500 رو میتونه به اصطلاح، میدونی ما دو لازم داریم، تلویزیون و برنامه اینجوری دو، حالا این دو شما کاری نداشته باشید چی، دو لازم داریم. الان ما 100 داریم، اینا یه چیزی گذاشتن تا 500 رو هم میتونه به اصطلاح هندل کنه، تحمل کنه. حالا ببینیم چی میشه. ولی با همه اینها هیچ چیزی در دنیا ضمانت نداره 100%. اگر این آقای صبری حسنپور زنده است که عمرش طولانی باشه، اگر تو زندان آزاد بشه انشالله اذیتش نکنن. این آقا یه آدم عصبی بود، یه روزی به من گفت آقا من یه سرویسی میخوام که 100% گارانتی باشه. گفتم من نمیتونم، و از امروز قطع میشه. گفت من پیدا میکنم. گفتم پیدا کن. هفته بعدش گفت آقا یه سرویس پیدا کردم تو آلمان 100% گارانتی. سه روز بعد از اون، بعد از اونی که پیدا کرده بود، زنگ زد گفت آقا صد رحمت به کفندوز اولی که همین سیستم شما باشه. گفتم حالا فهمیدی؟ در صورت اگه کسی از صبری حسنپور هم خبری داره، آقای سیروس ملکوتی فوری آمدی یقه فضایل عزیزان گرفتی، یقه این و اونو گرفتی، حمله کردی، انگار که شما 4 تا خبرنگار مثل آقای دکتر نوریزاده زیر لحاف خامنه‌ای داشتی و تو هر زندانی هم یه خبرنگار، حالا بیا جواب بده چی شد؟ آقای عزیزان شما هم باید یه جواب بدی، یا چی شد؟ بگو ببینیم صبری حسنپور کجاست. این آقای زاکری برای من نوشت که نه بابا این مهره ای نیست، دوستانی که دارم در اونجا گفتن پنجشنبه آزاد میشه. اینم نشون داد که این آقای زاکری هم چیزی حالیش نبود و اینم یه به اصطلاح از این آب گلالود از میخواست ماهی بگیره و از این نمد کلاهی بسازه. راجع به زندان صحبت کردیم. دوستان نظر شما راجع به زندانای ایران چیه؟ یه روز میاد میگه آقا تا میگیرنش ناخون میکشن، دندوناش میشکنن، دستشو میشکنن، پدرشو در میارن. یه روز میاد منیفست 149 صفحه‌ای میاد بیرون. امروز آقای علی زرابی برای من اینو فرستادن که با همدیگه میخونیم و من برای شما میگم که من چه چیزی فرستادم و نوشتم در جواب این دوستان. جبهه ملی ایران، اولا این کلمه مهستان دیگه من نمیدونم چه صیغه‌ایه، نوشتن آخرین نوشته های مهستان جبهه ملی ایران جهت اطلاع و انتشار خدمت و جهت اطلاع و انتشار خدمت شما ارسال میکنیم، با سپاس تارنمای جبهه ملی ایران مهستان. نمیدونم والله یعنی چی. خب حالا ببینیم چی نوشت. نوشته که 25 مرداد، امروز 25 مرداده، داریم به 28 مرداد هم نزدیک میشیم. نوشتن مروری بر کودتاها، سالگرد کودتای 28 مرداد، کوروش زعیم نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران تهران از زندان. حالا من میخوام به شما یه چی نشون بدم. دوستان شما مثل اون دوست اصفهانیمون، مثل اون خانم نگید که حالا که اینو نشون داد حتما سربی مأمور جمهوری اسلامیه، حتما داره از آخوندا دفاع میکنه. آقا خانم گور پدر آخوندا از اول تا آخرش، از خوبش تا بدش، که خود ما فامیل 3 تاش بودیم. آقا خانواده مشت، خانواده دسته، خانواده خدایا جزائری، اینا فامیلای ما بودن. حالا شما به من بگو زندان ایران اینجوریه که آقای کوروش زعیم 25 مرداد نامه می‌نویسه به این طولانی؟ امروز من و شما تو آمریکا، تو اروپا داریم می‌خونیمش. شما به من بگو که آیا به قول آمریکایی‌ها این یه بوی ماهی نمیده، فیشی نیست؟
آخه این چه زندانیه؟ آقای کوروش زعیم، آقای امیر انتظام، دوستان نازنین، آقای تبرزدی، که این تبر را ای کاش میزدی تو سر خودت، یک خودت راحت میکردی. این چه زندانیه که شماها هیچ، مثل اون وقتا میگفتن مثل آب روروک، نمیدونم دوای ترترک، ببخشیدا اینا چیزایی که تو شیراز میگفتن، خب ما هم شیرازی هستیم یاد گرفتیم. آخه این چه زندانیه که شما هی میرین هی ویدیو درست میکنین، هی فراخوان میفرستید؟ این چه زندانیه که زندانیه از تو زندان مجاهدین و فراخوانش در پاریس رو حمایت میکنه؟ بابا تو آمریکا اتفاقا تو همین صحبتایی که آنها که گفتن نه، میگه که خب ببینید اینا چیزم شدن دیگه، این ایران تریبینال که رفت اونجا دادگاه گرفت، یه مشتی آدم بازنشسته و اینا، نتیجهش چی بوده؟ 2013 این کار انجام شده، نتیجهش چی بوده؟ یه آخوند فکستنی رو شما تونستید بگیرید؟ آخوندان میرن دبی و میرن کشورهای خارج و تو فروشگاه میرن خرید، مردم دوربین میبرن سراغشون، حاج آقا چون قسمت شورت و کورست چی کار میکنی؟ شما یکی از اینا رو شما تونستید دستگیر کنید؟ توی اون ویدیو برید ببینید دوباره، توی اون ویدیو میگه البته بله جمهوری اسلامی میدونست که اینها خطر هستن براشون. خب آقا خانم، هیچ دولتی حتی این دولت آمریکا نمیذاره اگه شما خطری باشی که میخوای حکومتش داغون کنی فعالیت کنی. شما میگید میشه بیا بریم با هم دیگه جلو وایت هاوس یک کاغذ بگی دستت، بگو من میخوام دولت نمیدونم اوباما رو سرنگون کنم به وسیله مثلا تروریست کنم، نه کشتن این، ببین فردا رو میبینی شما. آخه این چیه؟ اون دوستمون آقای بیژن مهر پشت این ماجرا هست. آقای بیژن مهر نازنی، شما سال 2003 آمدی اینجا، اون موقع آقای دکتر مدنی زنده بود، میخواستی ایشون رو آشتی بدی، ببخشید 2003 بود، بله 2003، میخواستی دکتر مدنی رو آشتی بدی با آقای رضا پهلوی که نشد. حالا اگه شده بود چی میشد؟ شماها چه کردید جبهه ملی که حالا یه اسمی هم دلتون خوش، مهستان، اون یکی آفتابکارانه، این یکی مهستانه، اون یکی آفتاب سازانه. آقا خانم برید دنبال یه برنامه یاد بگیرید این جنبش های گراسروت ریشه ای رو چجوری میشه درست کرد. برید بگید این ماه 20 نفر هستیم، از اینایی که میخوان عضو بشن پول بگیرید، اگه پول بدن قبولشون کنید که بیان، و الا هر کی طرف نوشته که آقا بنویسید که جزء این جنبش خواهید بود. میگم آقا جنبشه کیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ میگه حالا شما بنویس بعدا ما میایم میگیم. آخه کجای دنیا شما همچین چیزی رو دیدید که چنین احمقانه بیاد بنویسه جنبشه مثلا تو برو که من حاضرم، تو برو جلو من هواتو دارم، شما بیان اسم بنویسی. طرف میاد میگه آقا من یه جنبشی درست کردم، کمک کنین نهار بدین به گرسنه‌ها روزای سرد، کمک کنیم شبا پتو بدیم به به اینای کنار خیابون خوابیدن که از سرما نمیرن. وقت شما میگی بله من حاضرم هفته یه ساعت بیام کار کن. اساس نامتون چیه؟ کی جلو این هست؟ نه که همه میگن البته ما میخوایم این کارو بکنیم ولی ما نمیخوایم مقام داشته باشیم. ای مرده شور شما رو ببره که نمیخوایم مقام داشته باشیم. ای کاش دنبال مقام بودی و به خاطر مقام کار میکردی. دلم نیومد اون خانمی که ایشون همسن مادر منه که اتفاقا به منم میگه مادر جون اصفهانی، بهش بگم خانم شما که میگی این شازده، بعد یه بار میگی شاهنشاه، بهش بگو آقا مرد حسابی اگه شاهنشاه هستی خب یه غلطی بکن، به منی که طرف دارتم بگو چه کار کنم. و شما میگی ایشون نشسته زحمت میکشه، زحمتاش آقای محسن نادری نژاد تو برنامه میگه، میگه آقا دعوتش میکنن میان اینجا، اون وقتا 200 تا 300 تا 3000 تا فلان میرفتن، الان 25 نفر میرن جلوش میرفتن، اونم بلند میشه رقص شطوری بعد میره خونه. این شد زحمت. اگه این زحمتی که این معتادا و نمیدونم چیا هر روز دارن توی دیسکو میسکا، حالا بعد وقت اسم اونا رو نیاره دیگه، اصلا دیسکو وجود نداره. اینم از این. خب مرداد عزیزم آمد، دوستان شیر کنید،
روی فیسبوک و ما فیسبوک رو گذاشتیم که اگر کسی برنامه رو میبینه زنده میخواد همون موقع چیزی بنویسته، ما هم امیدوار باشیم که میتونیم ببینیمش و بخونیمش و اگر میتونیم پاسخ بدیم. خب نامه کلینتون رو نشون دادم، جوابی رو که خودم سوال کرده بودم چرا این نوشته 20 دلار و 16 سنت، فهمیدم که برای قشنگی و چون سال 2016 است این 20 16 هم میشه اون. محسن نادرنژاد شماره تلفنش هست 503-267-0205، باهاش تماس بگیرید. ساعت 4 هم برنامه رو نشونتون میدم. آره به محسن گفتم بابا جون شما اگر اینو بذاری روی یوتیوب من از روی یوتیوب برش میدارم، برای که فوری یوتیوب بهت میگه من این فایل رو قبول نمی کنم. این فایل شما، این دیویدی، این دوربینتون، اینا قدیمیه، به اینا میگن دیجیتال داریم و یکی دیگه خدا چیه یادم رفت، اینا دیجیتال نیستن. شما حتی اگه اون سه تا سیم سفید و قرمز و زرد رو میزنی بعد یه دستگاهی که بهش میگن ویدیو کارت اونو میکنه یو اس بی میاد تو تلویزیونت عجب یادم رفته اینا را خدایا دیجیتال و آنالوگ. سیستمای شما همه آنالوگ هستن. اون دوربین رو که آقای مهدی ذوالفقاری با آقای ستار دلدار سالها پیش با تلویزیون پارس و تلویزیونهای دیگه خریدن، هنوز هم هم میگن آقا این 6000 دلار دوربینه، اونو شما اگه بذاری اینجا سطل آشغالی، سطل آشغالی میگه ما اینو امروز نمیبریم، باید زنگ بزنی به یکی بیاد 20 دلار بگیره ببرتش. در هر صورت منتظر محسن نادرنژاد خواهیم بود، ولی امروز من رفتم از توی بیسمنت یه دیویدی پلیر آوردم وصل کردم اینجا که ما بتونیم این دیویدی آقای محسن نادرنژاد رو پخش کنیم. اصلا دیگه دیویدی پلیر شما خندت میگیره، الان بلوری هم رفت، همه شده نمیدونم آیفون، شده آیپد، شما این حتی ویندوز سیستمای انکودرشو از اون 9 و اینها عوض کرده، شده اکسپرشن 2، اکسپرشن 4. و تو رو خدا وقتی یکی بهتون میگه آقا این ماشینای جدید اینجوریه، شما نگو آقا بابای منم این ماشین داشته. بابای شما خدا رحمتش کنه فوت شده، ماشینی هم که داشته الان اگر باشه کجاست؟ توی جانکیارد، توی اسقاطی هست. اینم از این ماجرا. ساعت 4 بعد از ظهر با آقای محسن نادرنژاد با شماره تلفن 503-267-0205 خواهیم بود. 503-267-0205. در حین برنامه اسم تلویزیونشون رو می‌نویسم و من با وجودی که برنامه ایشون رو از این تلویزیون پخش میکنم توی اون اتاق یه کامپیوتر گذاشتم، یه سرور براشون گذاشتم برای به صورت امتحانی آزمایشی چرا زنین دات کام برنامه رو داره پخش میکنه که دیگه شما گیج نشین کجا برین. پس اینم از این دیگه، من از این ساده تر نمیتونم بگم. باز برگردیم، من بعضی وقتا خودم هم برنامه رو که میبینم خجالت میکشم که یادم میره یه چیزی رو شروع میکنم میگم میرم راجب این اتوبوس و اینها که گفتم. شما لازم نیست سوار این اتوبوس که میشید بدونید چند سیلندر، بنزینیه یا گازوئیلیه یا سوخت ذرت میسوزونه، میلنگ چی کار میکنه، فلان اینا. همین که این اتوبوس راحت باشه، تمیز باشه، سر و صدا نده، تابستونا خنک باشه، زمستونا گرم باشه، کافیه. بله شما اگر علاقه داشته باشید بخواید خودتون یه اتوبوسی بخرید برید خط شمیران، کرج، نمیدونم فلان کار کنید، اون موقع بیشتر وارد میشین. ولی الان شما از این تلویزیون مردم که یه اتوبوسه، از این سوربی که رانندشه استفاده کنید. اگر انصاف دارید پول بنزینش، پول سوختش رو بدید، اگرم ندارید ما با شما کاری نداریم، ما از دست بی انصافا خسته شدیم. مرسی. خب آقای علی زرابی و دوستانی که جزء جبهه ملی هستن، این مهستان رو من بگن مهستان یعنی چی؟ نامه ای از بیمارستانی در دانمارک، این روی دوست عزیزی که خودشون هم نویسنده هستن برای من فرستادن، ولی از این خطای بغل معلومه که ایشون هم هی فوروارد کرده. و
نوشته regardless who wrote this is a meaningful letter. میگه صرف نظر از اینکه چه کسی این نامه رو نوشته، این یک نامه پرمعنا و پرمغز. من باور کنید سه خط اولش رو خوندم، حالا برای شما میخونم، از شما اینو سوال میکنم. نامه منتشر شده در کانال حاج آقا کربلایی سید ناصر نقویان مشهدی که در کوپنهاگ پایتخت دانمارک بستری است، اینجوری نمیگه: سهراب عزیز، هنوز در بیمارستانم، هر روز در عجبم که این چه سریست که نامسلمانان بینماز اینقدر انسانند، و بیشتر در عجبم که چقدر مسلمانان سینه‌زن و روزه‌دار در تعریف بی خدایان می گنجند. دوباره یکی از چیزایی که یادم رفت در پیامی که اون دوستمون گذاشته و صحبت میکرد، ببینید که این آمریکایی‌ها، این خارجی‌ها چگونه از روز اول با عذرخواستن، با اقرار به اشتباهشون، جامعهشون درست شده، زندگیشون درست شده که من و شما حاضریم زندگیمون رو به خطر بندازیم. آقا خود من کارمند دولت، حقوق خوب، 3 ماه تابستون تعطیل دوست داشتی برو کار کن، دوباره پول بیشتر بساز، ماشین برند نیو، خونه نوبل کردم، اومدم اینجا رفتم از رانندگی، از کتاب تلفن پخش کن، تا امروز هم نشستم جلو شما. چرا؟ درست همین چیزی که این دوستمون میگه. باور کنید من شنبه گفتم خب حالا هوا گرمه، 2 ساعت وقت دارم، 1 ساعت 1 ساعت نیم میرم استخر. وقتی هم میرم به یاد آلمان که 3 ساعت همینجوری تو آب شنا میکردیم و بازی میکردیم، شنا میکردیم. شناگر نیستم، همینجوری یواش یه دستپای سگی میزنم. در صورت من وقتی که داشتم میرفتم اون وقت این رو هم از شیراز یاد گرفتم هم از آلمان، تا دوش نگیرم تو استخر نمیرم. حالا دیگه هر کدومتونم میخوایم بگید نخه من میرم استخ ولی جیش نمیکنم، اون رو به وجدان خودتون میذارم. توی شیراز یاد بخیر آقای فروزانفر و دیگران ما رو، فروزانفر بود کی بود؟ فروزنده، نمیدونم یادم رفته، فامیلیش مثل اینا بوده، قاطی کردم، فامیل دور ما هم بوده، فامیل اون سرهنگ زندپور و اینها بود، ما رو مجبور میکرد که ارما با دوچرخه رفته بودیم اونجا، میگفت باید برید با آب سرد دوش بگیرید. دلیلش هم اصلا آب گرم نداشت اونجا، چون تابستونا فقط باز بود، استخر بهداشت، استخر حافظیه، و چون میدونست که شما توی زیر آب سرد که برید دوش بگیری هم صدای آب هم سردیش با سردیش باعث میشه که جیش رو هم اونجا رها کنی، دیگه این استخر تمیز میمونه. حالا من اینجا تعجب میکنم، تو آمریکا طرف میاد شورتش خوش، لباسش خوش، میره تو استخر. در هر صورت ما رفتیم که توی رفتیم بریم دوش بگیریم، حرفا قاطی میشه، رفتیم بریم دوش بگیریم، یه خانمی نشسته بود، این خانمایی هم که میان بچه‌هاشون میذارن تو استخر، خودشون دلشون خوشه که اومدن تو استخر ولی دارن سرطان میخرن برای خودشون. اینم یکی از عجایب روزگار، مخصوصا سفید پوستا، چون میدونید که قانون فیزیک و اینا اینه که وقتی یه چیزی میاد برخورد میکنه به اصطلاح اینی که سفیدتره، فکر کنم بیشتر جذب میشه، نه؟ فکر کنم، مطمئن نیستم، اون وقتا میگفتن اگر شفاف باشه منعکس میشه، اگر دارک باشه جذب میشه. در هر صورت میدونیم که سرطان پوست اینجا بیداد میکنه. خانم نشد خوابیده بود اینجا، دخترش از آب که اومد بیرون، اینا که مثل ما پیرمردان نیستن از پله برن بیان، همونجا از بغل استخر آمد بالا و بچه هم با سرعت وقتی اومد بره، من مجبور شدم یواش برم و الا میخوردیم به هم، یه دختر 7 ساله 8 ساله، و من وایستادم لبخندم زدم، این دختره رفت تا رسید به مادرش، مادرش گفت که تو آمدی این آقا رو که داشته راه خودش رو میرفته تو خطا کردی و you cut him off، یعنی تو زدی جلو این، و باید چی بگی؟ دختره اینجوری کرد، گفت نو، باید چی بگی؟ گفتم ساری، گفت نو، بلند شو برو اونجا. منم گفتم نه مسئله نیست، گفت نه، یعنی ببخشید، یعنی به تو مربوط نیست، من دارم به بچه‌ام یاد میدم، برای من مهم نیست که از تو عذرخواهی کنه، مهم اینه که این جامعه ای که این بچه رو داره میپرورونه، این دختره باید یاد بگیره. دختره اومد گفت سر ام ساری، گفتم اوکی نو پرابلم، ثانک یو مک، به مادرش هم گفتم متشکرم و رفت. حالا ما خود من احمق، آقا از خیابونه نمیدونم در شیخ
به اشتباه میگن درب شیخ، اصلا فکر کنم کلمه درب غلطه، هممون هم میگیم جلوی درب نمیدونم لیبرتی. خلاصه ما دو چرخه میمدیم توی کوچه های تاریک بریم خونمون مثلا آستونه. بدبخت یه پیر مردی یه پیر زنی داشت میمد سر پیچ میمد، ما میزدیم بهش، بعدم میگفتیم مثلا مگه کوری، فوشش هم میدادیم میرفتیم. خب اینو کی باید یاد ما بده؟ حکومت باید یاد بده؟ اینکه حکومت شاه بود. البته من باور دارم که میتونه دولت از طریق تلویزیون، همونجوری که تو آلمان من دیدم شب تا شب وقتی زمستون بود یاد میداد که چجوری اگه ماشینت مون، اولا بیل داشته باش تو ماشینت، شن داشته باش، نمک داشته باش، اگه ماش از این چی میگن تابلوهای احتیاط داشته باش، حتی کپسول کوچولوی آتش خاموش کن داشته باشی. و دیدم اونجا آموزش میده، گفتم نگاه کن اینجا که به این قشنگ، بعد دیدم خب همین آموزش ها قشنگشون کرده. در صورت نمیدونم دیگه از چی بگم براتون که نگفته باشم، ولی چون این دوستمون درباره این صحبت کرد، من اون موقع یادم افتاد که شنبه که رفته بودم استخر به اصطلاح این اتفاق افتاد و درست در رابطه با همین صحبت های این دوست ما بود. گفتم که امروز دوشنبه است، 15 آگست 25 مرداد 1395. اگه نگفته بودم حالا گفتم دیگه. خب بریم سراغ نامه هایی که براتون اینجا گذاشتم. بله آها، این نامه ای که من خوندم که من نمیدونم حاج آقا کربلایی، سید ناصر نقویان مشدی اصلا کی هست و اینها، از این دوستمون پرسیدم، من و شما روزانه 10 تا 20 تا از این نامه ها میاد که میخونیم میبینیم درست میگه، ولی من از خودم پرسیدم خب من چه کار باید بکنم بعد از این نامه رو که خوندم؟ آیا کاری باید انجام بدم و من کوتاهی میکنم انجام نمیدم؟ به همین خاطر از این دوستم پرسیدم، گفتم شما چه کار میکنی؟ گفت هیچی. گفتم ها خیالم راحت شد، پس منم اگه کاری انجام ندم چیزی رو به اصطلاح اشتباه نکردم. دوستان این نامه هایی که خوب باشید، مهربان باشید، روزی چند تاش برای شما میاد، شعرهای عاشقانه، شعرهای نمیدونم معنوی فلان، روزی چند تاش میاد. واقعا شب آدم بهتری شدید تا صبح قبل از اینکه این نامه ها به دستون بیاد؟ من نمیدونم، باور که خودم هم نمیدونم، ولی شما شاهد بودید. اگر قبلا یک خانمی زنگ زده بود بی احترامی کرده بود یا به من یا به برنامه گذاری تو برنامه گفته بود غلط کردی، من 100 تا فوش خوار مادرم بهش میدادم. اقلا میتونم امروز بگم که با بودن با شماها بهتر شدم، از این بابت ممنونم. خب بریم سراغ نامه بعدی. ویدیویی دیده نشده از دکتر مصدق، مصدق از قطع رابطه با انگلیس میگوید. خب این رو هم من روی فیسبوک گذاشتم ولی باز هم نفهمیدم. خب حالا دیدیم، حالا چه باید کرد؟ خب اونم از اون. تقسیم جهان به دو دنیا و نقش قدرت مداران مرتجع در مناسبات جهانی. این نوشته آقای حسن ماسالی. اتفاقا آقای ماسالی قرار بود هفته‌ای که من رفتم بوستون به اصطلاح برنامه داشته باشن، بعد بهشون گفتم من در سفر خواهم بود، ایشون گفت خب پس برو برگرد، بعد یه برنامه‌ای تو تلویزیون میذاریم. قراره که در این مورد صحبت کنن، امیدواریم یه جوری باشه که تلفنم باز باشه و شما بتونید ازشون سوال کنید. اگر کسی این مقاله رو میخواد با آقای حسن ماسالی تماس بگیره، اگر ایمیل ایشون رو ندارید با من تماس بگیرید، ایمیل ما در طی برنامه میاد اینجا میره نشون میده، info@mardomtv.com usa.sorbi@gmail.com. و اگه بخواید با ما تماس بگیرید با فیسبوک، با تلفن، با همه چی میشه تماس گیرید. تقسیم جهان به دو دنیا و نقش قدرت مداران مرتجع در مناسبت جهانی. من نمیدونم معنی جهان و دنیا مگه یکی نیست؟ اگه بگیم تقسیم جهان به دو قدرت درسته، ولی تقسیم جهان به دو دنیا نمیدونم، شاید دوستان فارسیشون بهتر از منه، من نمیدونم. حالا یه شوخی هم ما به شما بکنیم، میگه پیرزنه، بزنم اینه علی شیرازی فرستاده برای من. بله علی شیرازی فرستاده، ممنونم.
نشت پیرزن خانم محسن میانسال چند روز بعد از ازدواج دخترش میره خونه دخترش که ببینه چجوری خونه داری میکنه، با همسرش رابطش چطوره. میبینه دختر لخته، میگه ای وای دختر چرا لختی؟ دختره میگه مادر من لخت نیستم، برای شوهرم لباس عشق پوشیدم. مادره میگه خب ننه جون من که نمیفهمم. باش از که بلند میشه میاد خونه، میره خونه به فکرش میاد که اینم همچین کاری بکنه برای حاج آقا که میاد، برای شوهرش، شاید یه چیزی بشه، تغییری در رابطه ایجاد بشه. خلاصه حاج آقاش که میاد خونه، حاج آقا میگه حاج خانم چرا لختی؟ میگه عزیزم لخت نیستم، لباس عشق پوشیدم. دندونه مصنوعی من نمیدونم چجوری حرف میزنه. حاجی میگه خب اقلن حداقل اتوش میکردی که اینقدر چروک نباشه. اینم از جوک اینجوری. و اما میر حسین موسوی در مورد اعدام های سال 67 چنین گفت: وقتی خبردار شدیم سعی در جلوگیری اعدام ها داشتیم. دروغ میگه خانم عزیز، آقای عزیز، این دروغ میگه. نخست وزیر بود، اگر نخست وزیری بی خبر بوده خود این یه جرمه، اگر با خبر بوده جرمش چند برابر میشه، اگه بی خبر بوده خودش یه جرمه. اونایی که حالا دنبال میر حسین موسوی هستید که میاد، بعد برای این دوستم نوشتم خانم عزیز ایشون دنبال 10 سال اول خمینی میگرده. ایشون گفت نه، گفته سالهای اول. گفتم سالهای اول کشت و کشتارهای بدون دادگاه، کشتارها با دادگاهایی که بی دادگاه بود. کجا آخه شما بگید چه مقطعی، شما بگید چه مقطعی، 57 و 5 چه سالی منظورتونه؟ عذر اینا رو موجه نکنید، اینها رو توجیه نکنید، اینها احتیاج به من و شما ندارن. اینها پدرسوخته‌هایی هستن که سالها بابا یه نفرشون انسان بود، اینم منتظری قید قدرت و زد وایساد جلو خمینی، گفت شما این کاری که داری میکنی به عنوان جنایتکار، جنایتکار قرن بیستم معروف میشی. و شد، راست میگه، قید ولایت فقیه رو زد. اینا دروغ میگن، ما بعدن که فهمیدیم خواستیم جلوشو بگیریم، بعد دیدیم فلان. برای یه نفر نوشتم امروز، برای دوستم مهرداد نوشته بود وقتی رفتم نیویورک یه سر بهت میزنم. گفتم خوشحال میشم ببینم، اگه پول خرجی ما رو میدید ما میام نیویورک. بعد گفت نه من با خرجی خودم هم عجیب بدم. خب این سازمانه که 25,000 دلار میده به این کندی معتاد، نمیدونم چند هزار دلار میده به این مش عقب افتاده زنباره و زنبازی مثل نوتگینگریج و اینها، ولی به شما که کارگری زحمت میکشی با خرج خودت بدی بری نیویورک، خب دو روز کار نمیکنی، سه روز کار نمیکنی، این سهم شما، بدخوابی میکشی این سهم شما، خرج رفتن آمدن هم خودت باید بدی، پس اشکال داره عزیز من. بعد براش گفتم که ببین این آقای منتظری به خاطر این کاری که شد قید همه چی رو زد، ولی آقای رجوی و آقای بنی‌صدر دست خمینی رو هم بوسیدن برای که قدرت داشته باشن. حالا هرچی آقای بنی‌صدر یک ساعت و نیم برای من توضیح داد. بنده رفتونم پاریس سال قبل، لطف کردن آقای شادانلو، رفتیم منزل آقای بنی‌صدر. آقای بنی‌صدر هم میدونست که من مخالفشم، ازش ممنونم که من رو قبول کرد. از موقعی که برنامه میذاشت با این حسیبی فلان فلان شده میدونست که من مخالفش هستم، ولی قبول کرد. ما هم رفتیم اونجا، یه چیزایی هم ایشون گفت، من بهش گفتم خیلی ممنون که اینا رو گفتید، ولی من هنوز مخالف شما هستم. شما جوونها پشتتون بودن، نباید پا میذاشتین به فرار میرفتی. شما گذاشتی پا به فرار، اومدی جونت رو نگه داشتی، چه کار کردی الان توی این 40 سال، 38 سال، 37 سال؟ هیچ. امروز شما اگه بگی 300 نفر بیان بیرون نمیان، ولی اگه تو ایران مونده بودید همون روزا میگفتید جوونا بیان بیرون نرید داخل، میموندن دیگه. اشتباه کردید، قبول کنید. در هر صورت اینم از این ماجرا. ساعت 3:41 دقیقه است. این نوشته
موسوی گفته بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی. غلط میکنه. نخست وزیر بوده اون موقع حکومت جمهوری اسلامی، به غیر از اینکه ولایت فقیه داشت، رئیس جمهور داشت، نخست وزیر هم داشت. یعنی نوکر ما نوکری داشت، نوکر ما هم نوکری داشت، اون یکی دیگه میرفت برای خودش تپاله چینی. اینجوری بود. بعد دیدن آقا فایده نداره که، ببخشید اینو میگم، دیدن ولی فقیه یک کون داره، این رئیس جمهور هم یه آفتابه میتونه ببره براش، گفتن دیگه اونو نمیخوام. ایشون نخست وزیر بوده، مسئوله، باید میمد به مردم تو مجلس صحبت میکرد، تلویزیون دستشون بود. اینجوری نیست که اوکی. خب دونالد ترامپ is totally nuts. اینجا وقتی یه نفر کار احمقانه میکنه بهش میگن nuts. این nuts گردو، فندق، این چیزها رو چی بهش میگیم؟ حبوبا نه، خوشبار میگفتیم. چی میگفت؟ به اینا میگن nuts. مثلا تو ایران ما میگیم گردو و بادم و اینها. حالا چرا کسی که اینجوریه بهش میگن nuts؟ اون رو من نمیدونم تو انگلیسی، ولی میدونم اگه یه نفر گفت بابا are you not، یعنی منظورش این نیست که تو گردو هستی یا بادم هستی یا فندو، منظورش اینه که یه چیزی میشه انگار. رابرت دنیرو، این هنرپیشه خوب، میگه که این دونالد ترامپ is totally nuts، یعنی این دیگه بابا کارش خیلی خرابه. ممنونم باز از علی شیرازی. علی شیرازی خبر به اصطلاح شلوغی تظاهرات در میلواکی، باز دوباره یه پلیس یه نفر کشت. گفته میشه که این بار دوربینایی که رو بدنشون نصب هست نشون داده که این آقا چیز داشته، به اصطلاح اسلحه داشته، ولی میگن بابا اسلحه داشتن، دوا فروختن، چی بودن اینا، این نیست که پلیس خودش اونجا بشه قاضی، خودش بشه مأمور حکم اعدام و این رو capital punishment یعنی بکشه. در صورت به خاطر همین دو شب هست الان اونجا میزنن در و پنجره، میشکنن بانک ها رو، نمیدونم فروشگاه ها رو خالی میکنن و اینها. یه عده هستن این وسط سودجو هست، سو استفاده چیه. در صورت اینم از این ممنون و متشکر. و بله، اعترافی صریح اما تکان دهنده، میگه که روح الله حسینیان، که بذارید من عکسش رو بهتون نشون بدم، عضو جبهه پایداری هواداران مصباح یزدی، با انتقاد از گفته‌های هاشمی رفسنجانی درباره ساختن ایران گفت ما انقلاب نکردیم که ایران را آباد کنیم. فرض کنید ایرانی مانند ژاپن ساختید، در انتها چه نتیجه حاصل می‌شد؟ انقلاب اسلامی حرف دیگری داشت. ایشون میگه که اگر قرار بر آباد کردن بود که شاه بهتر میتوانست ایران را آباد کند، اما ما هدفمان چیز دیگری بود، انقلاب کردیم تا معنویت و دین داشته باشیم. منم برای این دوستان نوشتم یه نفر از این دیوانه روانی توتال نات بپرسه که حالا دین و معنویت دارید؟ بفهم. اینم عکسش، البته ناگفته نماند بعضی وقتا این نوشته ها، نه اینکه این هم نمیگن این چیزای مزخرف، این نوشته ها هم خیلی نمیشه بهش استناد کرد. بله، این آقا گفته که ما انقلاب نکردیم که ایران را آباد کنیم، معنویت و فلان میخواستیم. که حالا سوال پس همینه، حالا دارید؟ ایران داره، معنویت داره، دین داره. این هم از این. و اما آقای اوباما که همه قبل از اینکه رئیس جمهور بشه امید داشتن، 8 سال امید بستن بهش و هم یکی یکی داریم ناامید میشیم. 6 ماه دیگه بیشتر نخواهد اینجا، 6 ماه کمتر، 4 ماه و 20 روز. میگه که خبرگزاری تسنیم گفته اوباما از تمدید قانون تحریم های ایران حمایت میکنن. این ماجراهای تحریم های ایران به اون سادگی نبود که اینا تا قرارداد برجام رو بنویسن یا علی مدد ماشینا و هواپیما ها را بیفته و برن هی پول بریزن به ایران و ایران هم مردم دیگه کار نکنن، بشینن خونه که براشون پول بیارن دم در. چه زمان شاه، چه دوره شیخ، این همه پول نفت، هیچ وقت به من و شما پول نفت دارن؟ یه یارانه‌ای دادن که ما که نبودیم الحمدلله. اینایی هم که میگیرن مثل که هی میگن دیر و زود بهشون میدن و با این یارانم شما رو کردن نوکر خودشون. و اما طرح اردن و اسرائیل برای انتقال آب دریای سرخ به بحرالمیت،
یا بحرالمیت، نمیدونم کدومش درست، اینا رو وقتی ایرانی می‌نویسن یعنی عربی فارسی می‌نویسن، شما ا او داخلش نیست و مثل زبان انگلیسی نیست که با حروف صدادار داخلش باشه بتونید درست بخونید. بله، جمعه 8 اسفند، این که مال 1393 قربانت برم، 1393 طرح اردن و اسرائیل برای انتقال آب. دلیلش اینه، این چند روز گذشته دوستان از کم آبی در ایران صحبت میکنن، بعضیا طرح‌ها و پیشنهاداتی دارن، از جمله آقای آریانپور و یه دوست دیگه هم داشتیم، آقای چمنارا و یه دوست دیگه، ولی چه کسی حرفای اینا رو گوش میده، چه کسی میاد حاضر میشه طرح‌های اینها رو انجام بده، هنوز پیدا نشده. و اما نیاک معرف حضورتون هست، همین که این خانم اصفهانی بیننده عزیزم بهشون فوش میداد، خانم اصفهانی شما از خودت سوال کن، تریتا پارسی معروف تر بوده و هست یا آقای رضا پهلوی؟ اون وقت شما میگی رضا پهلوی پول نداره. بابا رضا پهلوی خودش تو برنامه وایس آف امریکا با آقای کامبیز حسینی گفت ما سال 79 62 میلیون پول داشتیم، که آقای احمدعلی مسعود انصاری آمد گفت این دروغ میگه، این قسمت رو درست میگه، ولی این یک قلمشه. چندین قلم بوده که آقای زاهدی هم یه جا میگه به فرح که خانم برای یه هواپیمای کهنه چندم 400 میلیون دلاری 40 میلیون دلاری اینقدر این شوهرت رو اذیت نکن، شما میلیاردها دلار پول دارید، حالا شما دوست دارید اینا رو نمیخواین قبول کنید قبول نکنید، ولی حقیقت و واقعیت رو زیر پا نذارید. من فرض میکنم که روزانه یک کامیون طلا میاد برای آقای تریتا پارسی، چرا آقای رضا پهلوی با این دوستای عربش، با این دوستای فرانسویش، با این خانواده شیخای مراکش و فلان اینها یک کاری نمیکنه که الان حرفش توی آمریکا حرف باشه؟ نیاک لیدرشپ کانفرنس که آگهیش رو توی تلویزیون مردم میبینید، روی مردم تیوی دات کام هم میبینید و من هم اونجا خواهم بود، این بحث های خوبی انجام میدن، کنفرانس های سالیانه انجام میدن که خیلی خوبه. از کی؟ از سپتامبر، بذارید ببینم بیارمش اینجا پایین تر، بله از 24 سپتامبر تا 26 در هیات ریجنسی واشنگتن دی سی. هی آدم هایی هم که میان اونجا اینا وقتی جز به ایمیلشون باشید بهتون میگن کی میاد چی میخواد بگه، شما میتونید حتی اگه مخالف هستی برید اونجا شرکت کنید، برید اونجا بگید که آقای نیاد شما داری برای جمهوری اسلامی کار میکنی، تا اونم بیاد بگه که من دارم فقط برای این کار میکنم که اینها میگن ما پیرو دیپلماسی، دیپلماسی یعنی حرف زدن، کارها رو با سیاست با دوستی حل کردن هستیم و دنبال جنگ و کشت و کشتار نیستیم. جنگ و کشت و کشتار همه دورانی که ما یادمونه و قبلش بوده و هست، ببینید دنیا به اینجا رسیده. حالا شما روش اینا رو دوست نداری، شما روش حسن دایی رو دوست داری، آقای حسن دایی هم طرفدار مجاهدین، روش مجاهدین دوست داره که مجاهدین هم دنبال ترامپ هستن که میخواد بره ایران بزنه، با اونا کمک کن، ول کن تریتا پارسی رو، برو اون وری که دوست داری کمک کن. شما این وسط وایستادی، یکی تریتا پارسیه یکی حسن دایی، حسن دایی تریتا پارسی، اوکی؟ شما چرا وقت خودت رو میذاری با این دعوا کنی که باورم داری این پول میگیره و حقوق میگیره و اینا، این انرژی تو بذار برو کمک حسن دایی تا اونم موفق تر بشه. حسن دایی از روزی که اومد تو آمریکا یکی من بگه ایشون چه کاری کرده، کدام کار کارگری کرده، از کجا پول میاره زندگی میکنه، بیارین ازشون بپرسید. شما نشستی تو خونت میگی رسانه ها همشون پول میگیره، ببخشید من اگه مثل اون وقتها بودم میگفتم خدا خفه کنه، خدا ذلیل کنه کسی رو که دروغ میگه، ولی نمیخوام که شما خفه بشی یا ذلیل بشی، میگم خب اینجوری فکر میکنه ولش کن، چیکارش کن، کدوم پول؟ اگه پولی میدن ما لابد بلد نیستیم، به قول آقای
نادری نجات که به شهرام همایون میگه آقا ما بلد نیستیم بیا یادمون بده، خب ما بلد نیستیم. در هر صورت اسم آقای نادری نجات آوردم، چرا زنین.com بزنید الان فوروارد میشه روی اون سروری که ما توی اون اتاق براشون گذاشتیم و 9 تا ویدیوی مال خودشون رو، مال سالای 2014 2015 قبل و اینا رو گذاشتیم، ولی حرفایی که میزنه حرفا کهنه نشده، چون متاسفانه زندگی ما ایرانی ها. شما ببین یه شعری این بنده خدا آقای منصور تهرانی اگه اشتباه نکنم، یار دبستانی من، ببین دو نسل گذشته هنوز این شعر گویای شرحال من و شماست. خب این بدبختیه، این نشون میده جامعه ما ایستا هست، درجا زده، پویا نیست، جلو نرفته که بگیم بله این شعر قشنگی بود ولی الان دیگه شرحال ما نیست. شرحال ما بوده در زمان شاه، شرحال ما بوده در زمان شیخ، حالا امیدوار باشیم بعدی که میاد این شعر رو بگیم آقای منصور تهرانی دست درد نکنه، همم این شعر از شما دزدیدن، پول روش ساختن و من تنها کسی بودم که بهش زنگ زدم، ازش اجازه گرفتم، توش مونده بود که آقا یک تلویزیون ایرانی زنگ زده ازش اجازه بگیر. اینم از نیاک براتون گفتم. حالا بریم سراغ آزادی اندیشه. فردریک کبیر اگه اشتباه نکنم توی کجا بود؟ آلمان بود یا فرانسه بود؟ من رفتم سر خاکش، سیب زمینی هم ریخته بودن، درست میگم؟ توی فرانسه بود فکر کنم سر خاکش، به قول شیرازی ها آلو، به قول شما تهرانی ها سیب زمینی ریخته بودن. فردریک کبیر کشور آلمان، که فردریک کبیر که از سال 1740 تا 1786 بر کشور آلمان حکومت میکرد، معتقد به آزادی اندیشه بود و رشد فکری مردم را در گروه آن میدانست. باز این برمیگرده به اون پیامی که این دوستمون گذاشت اول برنامه پخش کردم. ببینید تأثیر گذاری اینه که یه پیامیشون گذاشته، من روز شنبه رفتم استخ اون پیام رو توی اون دیدم، اینو دیروز گرفتم پیام رو تأثیرش رو توی این دیدم. اینه اتفاقا این دوست من سوال کرده آه سوری بعدی که اینو پخش کردی به من بگو که این کار انجام بدم نتیجه داره یا نه. آقا حتما نتیجه داره. اگر شما نتیجهش رو روی من میبینی، روی سوری، برگرد اون روز اولی که شما دنبال آقای انصاری میگشتی با من آشنا شدی، سوربی رو ببین، امروز بعد از چند ماه ببین، اگه اثر داشته پس اثر داره و این کار رو انجام بده. فردریک میگه که معتقد به آزادی اندیشه بود و رشد فکری مردم را در گروه آن میدانست. او یک روز سوار بر اسب با همراهانش از یکی از خیابانهای برلین میگذشت. گروهی از مخالفان اعلامیه تند و تیزی علیه او بر دیوار چسبانده بودند. فردریک آن را به دقت خواند و گفت بی‌انصاف‌ها چقدر اعلامیه را بالا چسباندند. ما که سوار اسب هستیم آن را به راحتی خواندیم، ولی افراد پیاده برای خواندنش به زحمت می‌افتند. آن را بکنید و پایین‌تر بچسبانید تا راحت‌تر خوانده شود. یکی از همراهان با حیرت گفت اما این اعلامیه بر ضد شما و اساس امپراتوری است. فردریک با خنده پاسخ داد اگر حکومت ما واقعا به مردم ظلم کرده و آنقدر بی ثبات است که با یک اعلامیه چند خطی ساقط شود، همان بهتر که زودتر برود و حکومت بهتری جای آن را بگیرد. اما اگر حکومت ما بر اساس قانون و نیکخواهی و عدالت اجتماعی و آزادی بیان و قلم است، مسلم بدانید آنقدر ثبات و استحکام دارد که با یک اعلامیه از پا نیفتد. درود به روان چنین افرادی. فکر کنم همون اگه اشتباه نکنم من سر خاک ایشون که در یک باغ بسیار زیبایی هست رفتم و دیدم اونجا پوتیتو یا همین سیب زمینی گذاشتن، پرسیدم گفتن مثل که ایشون یا در زمان ایشون بوده آمده. و میدونید که آلمانی ها اصلا این خیلی عاشق
پامفریز و پوتیتو و اینها اصلا خیلی از خوراکات هستن، این داستان هم هست دیگه، یاد بگیریم. از مجسمه عمر خیام در روسیه پرده برداری شد، بسیار عالی. این رو این دوستمون برای ما فرستاده، نوشته که دولت محلی آستاراخان در فدراسیون روسیه از مجسمه عمر خیام شاعر نامی ایران پرده برداری کرد. این مجسمه 4 متری که از برنز ساخته شده در محوطه داشتگاه، این لاغ دانشگاه، دانشگاه نوشتن داشتگاه. بذارید من اینجوری براتون سلکت ایریا رو بگیرم که این عکس بهتر بشه. میبینید؟ نه هنوز نمیبینید، حالا میبینید. بله، این عکس مجسمه و میگه در محوطه دانشگاه آستاراخان نصب شده است. ایتارتاس خبرگزاری رسمی روسیه در گزارش این مراسم گفته ساخت این تندیس و نصب آن در قالب یک طرح مشترک از کشورهای همسایه دریای خزر انجام شده و قصد آن روابط فرهنگی میان بین ملت‌ها و اقوام ساکن در سواحل این بزرگترین دریاچه جهان است. مجسمه‌ای که از خیام نیشابوری در دانشگاه آستاراخان نصب شد با عنوان خیام خرد آزادی و زندگی نامگذاری شده است. این هم درود بر روان خیام، که اگر بنده از یه شاعر خوشم میاد همین این آقای خیام هست. فریدون مشیری، سهراب سپهری، اینها را هم دوست داشتیم. آقای نیمایوشیچ روانشون شاد. و اما در رابطه با انتقاد، همین دوستی که پیام گذاشته بود قبل از این پیام یه انتقادی کرده بود از آقای خدابندلو، و آقای خدابندلو قرار شده پس فردا چهارشنبه به ایشون پاسخ بده، ولی چون یه پاسخ قبلا نوشته بود و من براشون فرستادم، ایشون نوشته که درود گرم، وقتی که پاسخ آقای خدابندلو را با آقای رضا آزاد میشنیدم یک ناراحتی به من دست داد. آن پاسخ خیلی خوب بود، اما انسان دانا و روشنفکر نباید به مخالف رأیش اهانت کند. این موضوع را در برنامه اخیر که با صدا فرستادم گفتم. همین که کسی با شما مخالفت کرد اینقدر مهم است و شایستگی دارد که به نظرش توجه نمایید. ممنونم، درست میگید. برای آقای خدابندلو هم فرستادم. اجازه بدید همینجا از یکایک شما تشکر کنم که با ما بودید. امیدوارم شما هم صبورتر بشید، مهربانتر بشید با دشمنان مدارا، با دوستان مروت، یا برعکس در صورت مروت داشته باشید، مدارا کنی، همه چیز درست میشه. 2 دقیقه به من وقت بدید. از همینجا برنامه آقای محسن نادری نژاد رو ببینید و اون برنامه رو توی فیسبوک فعلا نمیتونم پخش کنم. چرا؟ چون همون سیستم قدیمی دیجیتالی اونجوریه، وقتی که حالا امروز ضبطش میکنم میاد تو سیستم ما، اون وقت پخش میکنیم، درست میشیم. 37 سال گذشته رسیدیم اینجا، 37 سال دیگه هم بگذره یه قدم دیگه میریم جلوتر. روز روزگار و شما عزیزان خوش خوب شاد و شاداب و خندان باشید. مرسی.